عنوان اعلام شده همچنان که شنیدید عبارت است از معاد بر حسب نظریه رؤیاهای رسولانه. من مطمئن نیستم که همه عزیزان حاضر با اون نظریه آشنایی کافی داشته باشند و به همین سبب خود رو ملزم می‌دانم که مقدمتاً نکاتی رو در اون زمینه عرض کنم، گرچه این مقدمه از وفای به مقصود قاصر خواهد بود و کسانی که در جستجوی حقیقتند و لب و مغز این معنا رو می طلبند البته می توانند به نوشته های بنده که بیش از این منتشر شده است مراجعه بفرمایند و بست این نکات رو در آنها دریابند. از 2 سال پیش من به نوشتن یک رشته مقالاتی دست خوردم تحت عنوان رؤیاهای رسولانه که در این نوشته ها که تا کنون 5 قسمت آن منتشر شده و قسمت 6 آن باقی مانده و انشاءالله قلمی خواهد شد، نکته ای و نظریه ای را آوردم که با نظریه ارتودکس، نظریه جاری در میان حکیمان و مفسران مسلمان تفاوت هایی دارد و همین تفاوت ها پرسش هایی را هم برانگیخت و همچنان برمی انگیزد و البته مرا به پاسخ گفتن ملزم می دارد. خوشبختانه این سخنان در امروز انشاءالله مقدمه مشوقی خواهد بود برای اینکه من بخش 6 این نوشته را هم هرچه زودتر روانه بازار و مطبوعات کنم و اون تئوری رو به کمال خود برسانم و تکمیل کنم. لب مطلبی که من در آن بخش‌های 5 گانه آورده ام و کوشیده ام که مدلل کنم و هم به طریق نقلی هم به طریق عقلی دلائلی برای صحت و استحکام آن ارائه بدهم این است که وحیی که به پیامبر اسلام و بلکه به همه پیامبران می رسیده است از جنس سمعی بصری بوده است، در حالی که عموم مفسران و حکیمان ما تا کنون رأیشان بر این بوده است که وحی از جنس سمعی است، قصه بصری بودن رو در میان نیاوردند. گفتند که گویی ملکی فرشته‌ای در گوش پیامبر در قلب پیامبر چیزهایی رو میخواند، آیاتی رو میگوید و آنگاه پیامبر شنیده های خود رو با ما در میان میگذارد. باری هم در قرآن اشاراتی به کیفیت نزول وحی شده است و هم روایات بسیار منقول است از پیامبر و از دیگر پیشوایان دینی که به ما میگویند که پیامبر چگونه وحی رو دریافت میکرده است و با مردم و مستمعان در میان مینهاده است. همچنان که می دانیم البته پیامبر خودشان چیزی نمی نوشتند و آیات قرآن رو می خواندند و کاتبان وحی وجود داشتند که آیات رو می نوشتند و این نوشته ها به تدریج بر روی هم جمع شد و بنابر روایات مشهور در زمان عثمان گردآوری شد و به صورت قرآن مدونی در آمد که ادامه یافت تا امروز. نسخه‌ای که امروز در دست ماست گفته می شود که همون نسخه‌ای است که در دوران عثمان تدوین و گردآوری شده است، اما البته چنان که می دانید در همین 1 ماه اخیر پاره‌هایی از قرآن که 3 سوره آن باشد، سوره
هجدهم و نوزدهم و بیستم، اینها در دانشگاه بیرمنگام یافت شد و کربن دیتینگ، تاریخ گذاری با کربن 14، نشان داده است که این اوراق ظاهرا متعلق به زمان خود پیامبر است و اگر اینطور باشد تحول بزرگی در تاریخ نگاری قرآن رخ خواهد داد و بسیاری از حدسیاتی که پاره از مستشرقان می زدند از میان خواهد رفت و جای خود را به نظریات روشنتری خواهد سپرد. اما این موضوع دیگری است و من فقط به اون اشاره کردم. قرآن نوشته شد و در اختیار مسلمانان قرار گرفت، اما همواره این مسئله مطرح بود که خداوند چگونه سخن میگوید. ما این مسئله رو ساده گرفته بودیم و اون هم به دلیل این بود که ما خدا رو یک موجود انسانوار تصور میکنیم. ما که میگویم یعنی همین ما که اینجا نشستیم، و ما که میگویم یعنی اکثریت قاطع مسلمانان، یهودیان، مسیحیان. کمتر کسی است که خداوند رو در شکل تنزیهی او بشناسد، یعنی تمام این اوصاف انسانوار رو از او بپیراید و بزداید و به قول مولانا به یک خدای بی صورت برسد. این بی صورتی منشأ حیرت است و آدمی نمیخواهد حیران شود، میخواهد همیشه چیزی رو به صورت خود یا به صورتی درآورد که قابل شناختن باشد، به صورتی درآورد که قبلاً با آن آشنایی داشته است. و ما آشناتر از خود کرا داریم؟ لذا خداوند رو به صورت خیش می نگاریم. این که مولانا می گوید صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بتها را در پیش تو بگدازم، منظورش اینه، میگه منم مثل دیگرانم، اما من متوجهم که این بت‌ها و صورت‌ها رو که می‌سازم باید بگدازم و قانع به اونها نباشم، فراتر روم، فراتر روم. وقتی ما تسبیح می‌گوییم یعنی خداوند رو تنزیه می‌کنیم و می‌گوییم که خداوند فراتر از اوصافی است که ما برای او برمی‌شماریم، فراتر از صورت‌هایی است که ما برای او می‌نگاریم. سبحان الله عما یصفون، خداوند منزه است، پاک است از اوصافی که برای او برمی شمارند. صور بسیاری در قرآن داریم که با سبه یا یسبه شروع می شود که به همین معناست. اصلا یکی از اصیل ترین، عمیق ترین و فربه ترین تجربه های پیامبرانه پیامبر اسلام این بود که همه ی عالم را در حال تسبیح کردن دید. و این من شیئن الا یسبه و به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، همه چیز تسبیح خدا میگوید. به او نگفتند که بدان که همه چیز تسبیح خدا میگوید، او دید و شنید تسبیح گفتن همه چیز رو و برای ما بیان کرد. خب کسی که همه چیز رو در حال تسبیح گفتن و تنزیه کردن خداوند دیده است، خدایی که برتر از هر تصویری است که ما برای او بینگاریم و بتراشیم، این خدای تنزیهی خدایی است که بیشتر مردم نمی پرستند و نمی پسندند و نمی شناسند. خدایی را علل اغلب می شناسند که به دسترس آنهاست، مشابه خود آنهاست، یک انسانی است بسیار بزرگتر، فربهتر، قویتر، عالمتر. وقتی که با او سخن میگویند، وقتی از او انتظاری میبرند، دعایی میکنند، همچنان یک موجود بسیار مقتدری که یک انسان فوق العاده بزرگ فرا انسان است رو در نظر میآورند و با او سخن میگویند. وقتی که میخوان جلب ترحم خداوند رو بکنند، وقتی که میخوان شفقت خداوند رو جلب کنند، همین کار رو میکنند، بی خبر از اینکه خداوند نه ترحم دارد نه شفقت دارد. اینها همه اوصاف انسانی است و در خداوند جاری نیست. لذا وقتی که ما میگفتیم که خداوند با پیامبر خود سخن میگوید، کمتر فکر میکردیم که سخن گفتن خدا چگونه است. در مورد آدمیان تصور این معنا بسیار آسان است. ما دهان داریم، زبان داریم، حلق داریم،
امواج هوا هست، ذهن داریم، مفاهیم رو در ذهن می آوریم و بعد به زبان می آوریم و به گوش دیگری می رسانیم. خداوند چگونه سخن می گوید؟ این اول کلام. ما در قرآن داریم که خداوند با ملائکه سخن گفت. از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. خداوند به ملائکه گفت بر آدم سجده کنید. همه سجده کردند و مگر شیطان. خداوند به چه زبانی به ملائکه سخن گفت؟ صدایی اونجا بانگی برخاست به گوش ملائکه رسید. زبان ویژه‌ای هست که زبان ملکوت هست و عرشیان است و ملائکه با هم سخن میگن. ما یه استادی داشتیم پیش او زبان لاتین میخوندیم. یه وقتی کشیش بود در واتیکان میگفت ما کشیش ها تو واتیکان همه به زبان لاتین با هم صحبت میگن. حالا لابد عرشیان هم با هم به یه زبان ویژه الهی سخن میگن. خدا هم به همین زبان. ملائکه مگه گوش دارن؟ مگه بین خدا و ملائکه فاصله است؟ مگه هوایی در عرش وجود داره که این امواج صوتی رو منتقل کنه؟ هر یک از این حرف ها رو که شما بزنید خودتان میدانید که هیچ معنا نداره. من در اینجا خدمت شما عرض میکنم نه فقط سخن گفتن خداوند، هر صفتی رو که در آدمیان هست و ما به خداوند نسبت میدهیم مجازی است، جنبه حقیقی ندارد. هر صفتی از اوصاف میگه ما هم داریم و آنگاه میگوییم خداوند هم دارد دروغ نمیگوییم، اما معنای دقیقش رو باید دریابیم. ما مجازن و کنایتن اون رو در مورد خداوند به کار میبریم. اگر حقیقتن به کار ببریم مشکلات الهیاتی فراوانی به بار خواهد آورد که از عهده پاسخ گفتن اونها بر نخواهیم آمد. بسیار خوب، پس مسئله این بود که می گفتن در گوش پیامبر سخنی می گوید. اگر این رو مجازی بگیرید اونگاه این سخن گفتن رو باید گفت که یک چیزی به پیامبر فهمانده می شود، یه چیزی به او فهمانده می شود. حد اکثر یا مینیموم مطلب این است، اون قدر متیقن مسئله این است که به او چیزی فهمانده می شود و اونگاه او در اثر این فهمیدن و این دریافت و برداشت می آید و با ما سخن می گوید. خب یکی از راه هایی که به پیامبر می فهماندند چیزهایی رو این بود که مناظری رو به او نشان بدهند و از اینجا سخن اصلی من آغاز می شود. یعنی لزوماً و همواره چنین نبود که الفاظی رو در گوش او بخوانند، گویی که حتی خواندن همین الفاظ هم محل تأمل است. برای اینکه چیزی رو به او بفهمانند و بشناسانند یکی از راه‌های مهمش این بود که مناظری رو، افق‌هایی رو به او نشان بدن. به این معناست که بنده میگویم که وحی پیامبر سمعی بصری است. یعنی علاوه بر این که احیاناً الفاظی رو میشنیده است، همچنان که ما در خواب میشنویم که گاهی کسانی چیزی به ما میگویند، هم در همون صورت و به همون اندازه و بلکه قوی تر از آن و بیشتر از آن مناظری رو به چشم مشاهده می کرده است و شرح این مناظر رو با ما در میان می نهاده است و اینا همون آیاتی است که در قرآن آمده است. اون کسانی که اندیشه قرائتی بودن وحی و لفظی بودن وحی بر آنها غلبه داشت با این تئوری بسیار درپیچیدند و گمانشون این بود که معنای سنتی و متداول وحی رو ویران میکنند. ویران نمیکنند، تکمیل میکنند و میگوید علاوه بر خواندن الفاظ دیدن مناظر هم هست و بلکه این جنب شاید اعظم و اعلای از اون باشد. به همین سبب بود که من وحی پیامبرانه رو رؤیا نامیدم. کسانی با واژه رؤیا هم مسئله داشتن یا به فارسی خواب و بلافاصله در من طعن زدند که شما وحی رو که یک امر متعالی قدسی است تنزل داده ای به خواب و احیانا خوابهای آشفته
و دیگه حتی پیامبری که هیچی او رو از مرتبه انسانهای نرمال متعادل سالم هم پایین تر آورد. خب توضیح من برای اونها این بود که اولا کلمه خواب شما رو راه نزند. ما خوابهای نرمال داریم، خوابهای عالی داریم، خوابهای نازل داریم و به علاوه من واژه رؤیای قدسی رو به کار می بردم که نشانی از این باشد که این رؤیا طبیعت دیگری دارد. اما کلمه رؤیا رو به کار می بردم برای اینکه خصوصا نشان بدهم که مشاهده مناظری در کار است، چون ما معمولا در خواب می بینیم بیش از این که بشنویم، کسانی رو می بینیم، به جاهایی می رویم و مناظری رو مشاهده میکنیم. من تعبیر رؤیا رو برای این به کار بردم و از اینجا بود که اون تئوری که درباره وحی بود شکل گرفت و لب اون تئوری این بود که وحی به پیامبر میرسد. نام این وحی رؤیاست یا از جنس رؤیاست و در رؤیا ما مناظر رو مشاهده میکنیم و بیش از این که چیزی در گوش پیامبر خوانده شود، چیزی به او نموده می شود و نشان داده می شود. تئوری رؤیای نبوی به اینجا ختم نمی شود. بخش اولش بیان سمعی بصری، اودیو ویژوال بودن وحی است. اما یک قسمت دومی دارد که نتیجه این بخش اول و اون قسمت دوم این است که زبان خواب با زبان بیداری متفاوت است. شما در خواب اگر ببینید کسی به شما چیزی میگوید یا چیزی رو مشاهده بکنید، نباید به طور تحت و لفظی اون رو به عالم واقع ترجمه بکنید. این چنین نیست. اگر شما در خواب شیر دیدید معناش شیر باشه، اگر پدرتون رو دیدید معناش این باشه که پدر شما واقعا در خواب آمده و به شما چیزی گفته. هیچ کدام اینها. خواب یه زبان خاصی داره، بعدن باید خواب گذاری میشود. اگر شما در خواب دیدم، من خیلی ها خواب رو مثل بیداری میپندارم، مثلا میگم پدرم رو در پدر مرحومم رو در خواب دیدم. اولا پدر مرحوم خود شمایی که به شکل پدر مرحوم در میایی و خودت رو میبینی. پدر مرحوم که جایی نیست که توی خواب بنده و شما بیاد، آن تویی. به قول مولانا، آدمی وقتی که خواب میبینه خودش نزد خودش میره. ما وجودمون چند لایه است، یک لایه از وجود ما نزد لایه دیگری از وجود ما میرود و تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. تو به اون وقتی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. از پیش خودت به پیش خودت می روی، خودت در گوش خودت چیزی می گویی، خودت به صورت دیگری در می آیی، به صورت دوستت، به صورت پدرت، مادرت، و با خودت سخن می گویی و فردا فکر می کنی اونا اومدن و با تو سخن گفتن. آدمی اگر اعماق وجود خودش رو نشناسه و نداند چه موجود تو بر توییست، نمیتواند این معنا رو تصدیق بکنه که چگونه انسان در خودش سیر میکنه و در این سیری که از بالا به پایین، از پایین به بالا میره، وجود خودش رو بیشتر کشف میکنه، نهانی های وجودش بر او آشکار میشود. این واقعیتی است که در خواب است. لذا زبان خواب غیر از زبان بیداری است. کتاب خیلی خوبی ریک فروم داره، روانکاو بزرگ سوئیسی، به نام زبان از یاد رفته، به فارسی هم ترجمه شد Forgotten Language. در اونجا ایشون دقیقا همین رو میگه. میگه ما آدمیان امروز انقدر با عالم بیداری اخت شدیم و انس پیدا کردیم که زبان خواب از یادمون رفته و اصلا خواب رو مهم نمیشماریم، بیداری رو مهمتر میشماریم، در حالی که اون دریچه ها و پنجره هایی که به روی خود ما گشوده میشود بیشتر در خواب است. بیداری حجاب است، خواب برهنگی است و شما در این خواب برهنه می شوید. حجاب ها برکنار میره، خودتون رو بهتر مشاهده میکنید. اما این بهتر مشاهده رو نباید مانند مشاهده بیداری بپندارید. زبان او رو باید ترجمه کنید.
سخن من این بود که زبان وحی چون در حالت وحی و رؤیا صورت میگیره، زبانی است که باید خوابگذاری بشود. یعنی زبان قرآن زبان خواب است، زبان رؤیاست، زبان بیداری نیست. این برخلاف روایات پیامبر است، برخلاف احادیثی است که از ایشون نقل شده. احادیث زبان بیداریه، ایشان در عالم بیداری سخن میگفت. میدونید مثل چی میمونه؟ تقریبا شبیه زبان شعر میمونه. حافظ وقتی که با خانوادش، همسر و فرزندانش صحبت میکرد، خیلی عادی صحبت میکرد، اما وقتی که شعر میگفت، خب شعر یک چیز دیگری است. سعدی میگفت زمان مپرس که از دست او دلت چون است، از او بپرس که انگشتهاش در خون است. وگر حدیث کنم تندرست را چه خبر که اندرون جراحت رسیدگان چون است. دارم یه مثال بسیار ساده میزنم. من الان این شعر رو خوندم، شما هیچ کدوم تعجب نکردید. زمان مپرس که از دست او دلت چون است، راحت هم فهمیدید و پذیرفتید. اما اگر توی کوچه یه کسی از شما بپرسه که آقا فلان خیابون کجاست، شما بگید ز اینجا برو، بعد ز اونجا برو، همه به شما میخندن. اون زبان شعر نیست دیگه. ز اینجا برو، ز اونجا برو زبان شعره، و توی شعر انقدر طبیعی مینشیند که کمترین پرسشی در ما بر نمیانگیزد. اما همین رو شما بیارید به بیداری، میبینید که همه تعجب میکنن و یه کمی در ممکنه عقل و خرد شما هم تردید بکنه. این ساده ترین وجهی است از وجوه، و الا اون تفنن های واژگانی و تصرفات بلاغی و کنایی و استعاری و مجازی و امثال این ها و تمثیل ها و تصویر هایی که در شعر میاد، مثل همین انگشت هاش در خون است. میدونی یعنی چه انگشت هاش در خون است؟ این دستش و انگشتش و ناخوناش و حنا بسته. توجه میکنید؟ این خب زنان پیشین به جای لاک زدن حنا می‌بستن. در واقع معنیش اینه، زمن مپرس، این از معشوقه من بپرس که ناخوناشو لاک زده. ولی ما امروز در نمیابیم. و کنایی هم هست، زمن مپرس که از دست او دلت چون است، از او بپرس که انگشت‌هاش در خون است. ملاحظه بکنید زبان شعر یه زبان دیگری است، ولی اینکه شعر هم کم و بیش از جنس رؤیاست، کم و بیش از جنس رؤیاست. خود مولانا هم میگفت تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. شعرهای من مال دوران و عالم هوشیاری من نیست، مال دوران رؤیایی من است. وحی انبیا به مراتب قوی تر از این حیز است و رؤیایی تر و رؤیا آمیزتر است، لذا خوابگذاری لازم داره. یعنی باید این را تعبیر کرد همونطوری که خواب گذاران تعبیر. معنیش نیست که به کتاب لغت مراد، نه، زبان هم زبان عادیه. شما ببینید ما در قرآن چند تا خواب داریم. یکیش خوابی است که یوسف دید. این خواب ها عمومشون هم در سوره یوسفه. یکیش خوابی است که سلطان یا حاکم شهر دید. یوسف خواب دید که 11 تا ستاره به او سجده می کنند، ماه و خورشید به او سجده می کنند. انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین. صبح پدرش گفت، گفت خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید به من سجده می کنند. پدرش گفت لا ابت لا تقصص رؤیا که علی اخوته، که خواب تو به برادرانت نه. تعبیرش بعدن چی بود؟ این بود که یوسف به چاه افتاد و از چاه بیرون آمد و به سلطنت مصر رسید و برادران رفتن و در پای تخت او به سجده افتادن. 11 تا ستاره شد 11 تا برادر. پادشاه مصر خواب دید که 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو میخورن، که به خاطر همونم بود که یوسف از زندان بیرون آمد و رفت نزد پادشاه و خواب او رو تعبیر کرد. گفت معنیش این است که 7 سال قحطی می شود و ببخشید 7 سال وفور نعمت است و بعد از آن 7 سال قحطی می شود. 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو می خورند. در زندان که بود دو همزندانی و همبند داشت.
که یکیشون گفت که من خواب دیدم که برای پادشاه ساقیگری میکنم. دیگری گفت من خواب دیدم که یک طبق نان روی سر من است و مرغان جمع شدن و از این نان میخورند. یوسف به اون اولی گفت که تو ساقی پادشاه خواهی شد و اگر رفتی مرا همونجا یاد کن و بگو که یک زندانی در اونجا فراموش شده افتاده است. اذکرنی عند ربک. و به دومی هم گفت که تو رو به دار میزنند و مرغان میآیند و از مغز شکافته تو میخورند و تغذیه میکنند و هر دوتا هم واقع شد. خب ما البته در زندگی عادی خودمون هم خواب بسیار داشتیم، خوابهای تعبیر شده و نشده، و تنها سخن من این بود که خواب همونطور که دیده می شود واقع نمی شود، باید معنی بشود و این معنی شدن خواب یعنی تعبیر. درست مثل اینکه شما یک کسی به شما به زبان چینی سخن بگه بعد شما نمی فهمید، باید اون رو ترجمه کنید به فارسی، به انگلیسی تا بفهمید. زبان خواب یه زبان ویژه است. مشابهت های اندکی با عالم بیداری داره ولی علل اصول و جوهرن متفاوت است. من اساسا کلمه رؤیا یا خواب رو به این سبب به کار بردم تا اصلا مفهوم وحی رو روشن‌تر کنم، برای اینکه همیشه وقتی سخن از وحی می رود همه به یک امر مرموزی می اندیشند که انهو هیچ راهی برای فهمش ندارند. من باشم وقتی گفته می شود شبیه خوابی است که همه ما می بینیم، ما کم کم می تونیم راه پیدا کنیم، کم کم می تونیم دریابیم که چه اتفاقی می افتد برای پیامبران، برای عارفان. کنهش رو هم درک نکنیم، سطحش رو می توانیم دست بزنیم و مس بکنیم. و الا الفاظ دیگری مثل مکاشفات عرفانی اونها هم می شد به کار ببری که من عمدن احتراز کردم. وقتی کلمه رؤیا به کار می رود قدری برای ما این مفهوم رو میسرتر می کند. بگذارید حالا که اینو گفتم از غزالی همین نکته رو بگویم. غزالی در نوشته های خودش می گوید اگر می خواهید بدونید وحی چیه و بیگانه با این مفهوم فوق‌العاده مهم دینی نمانید، به وسوسه هایی که در دلتون می افته توجه کنید. این از همون جنس وحیه. دلیل او هم اینه، میگه در قرآن داریم که شیاطین هم وحی میکنن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. شیاطین هم به دل دوستانشون، به شیطان صفتان وحی میکنن. این وحی از چه جنس؟ شیطان نمیاد در گوش شما الفاظه بگه، یه وسوسه های در دل شما بیدار، یه انگیزه های شیطان، این همون وحی است که شیطان میفرسته. غزالی میگه اگه میخوایم بدونیم وحی چیه، یه همچین استشمامی از این معنا داشته باشید به اینها توجه کنید. بنده حقیر عرضم این است که اگر میخواید ببینید وحی چیه به رؤیاهاتون توجه کنید. این رؤیاها همون مرتبه نازله رقیقه وحی متعالی و رؤیای قدسی است که برای پیامبران حاصل میشوند و این رؤیاها زبان ویژه‌ای دارند و این رؤیاها سمعی و بصری هستند و این رؤیاها حاجت به خوابگزاری دارند و وقتی هم که نوشته بشوند دیگران که میخوانند باید اونها رو معنا بکنند و متخصصینی لازم داره. این لب معنای تئوری رؤیای رسولان است و اینها هم لوازم اوست و ارکان او و وجوه و ابعاد مختلف او. اما اینکه دلایل این امر چیست و چگونه میتوان این رأی رو تحکیم کرد و قوت بخشید، باید به اصل اون مقالات مراجعه بکنید و در اونجا بخوانید. من فقط اصل مدعا رو در اینجا بیان کردم و صورت مسئله هرچی روشن‌تر باشه آدمی در فهم او تواناتر خواهد بود و هم در دفاع از او و هم در انتقاد از او هم تواناتر خواهد شد. حالا میرسیم به مسئله معاد که بحث امروز ماست. به نظر من یکی از مهمترین مصادیق صدق اون تئوری اتفاقا همین مسئله معاد است. معاد تصویری ترین بخش قرآن است. تصویری ترین بخش قرآن است. در حدود یک سوم قرآن، یک سوم آیات قرآن درباره معاد است. یعنی از حدود 6600 آیه بیش از 2000 آیه قرآن
سخن درباره معاد میگوید و سخن گفتنی که به این صورت نیست که معادی هست و شما مبعوث خواهید شد، فقط به این صورت نیست، بیشتر مناظر و مشاهد قیامت رو به شما بیان میکنن که در اونجا چه اتفاقاتی میفتد، مردم در چه احوالی هستند. بعضی هاش که خیلی آشکارا کنایی و مجازی است، یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. میبینی مردم مثل مستان تلو تلو میخورن اما مست نیستن. یوم تزع کل ذات حمل حملها، روزی که زنهای آبستن وضع حمل میکنند. خب بعید به نظر میرسد که زنها در حال حاملگی و آبستن مبعوث بشوند روز قیامت. خیلی آشکار است که بیان مجازی و کنایی است که شدت و حول احوال قیامت رو میخواهد منتقل بکند. اینها هست، اما مناظر دیگری هم در قرآن فراوان هست که اینها معمولا مجازی پنداشته نشده است و من میخواهم امروز بیشتر در همون زمینه سخن بگویم. اجازه بدید من سخنم رو با خواندن سوره تکویر آغاز بکنم و ابتدا مجلس رو معطر بکنیم با خواندن کلام الهی و بعد هم من به نکاتی که منظور دارم اینجا انگشت تأکید بگذارم و بحث رو بست بدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءودت سئلت و ای ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء کشتت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. فعلا تا اینجاش کافی است. میگوید روزی که خورشید میگیرد و ستارگان تیره میشوند و کوه ها به راه میفتند و شتران آبستن سرگردان میمانند و جانوران وحشی و درنده محشور میشوند و دریاها آتش میگیرند و نفوس با یکدیگر تزویج میشوند و وقتی که دختر زنده به خاک رفته از او میپرسند که تو رو به کدام گناه کشتند و وقتی که صحف و نامه ها منتشر میشوند، وقتی که پرده از روی آسمان برداشته می شود، وقتی که جهنم افروخته می شود، وقتی که بهشت به نزدیک آدمیان می آید، هر کسی در آن روز خواهد دانست که چه کرده است و با خود چه آورده است. علمت نفسون ما احضرم. تصاویری مشابه این در آیات مکی دیگر آیات مکی قرآن هم هست که لزوماً با آنها آشنایی داری. خب ببینید ما این آیات رو چگونه می توانیم بفهمیم و معنا بکنیم. اولا تصویری بودن اینها رو شما خوب می تونید حدس بزنید. یک فضای رو تصور کنید که در آن فضا خورشید گرفته، ستاره ها تاریک شدن، شترهای آبستن سرگردان و ویلان، درندگان در اونجا چرخ می زنند و مردم در هم با هم آمیختند. جهنم افروخته است، بهشت یک طرف است، جهنم یک طرف است، پرده از روی آسمان برداشته شده است. درست شبیه خوابی که شما میبینید، خوابی که معمولا مناظر خیلی مختلف در او در کنار هم مینشینند. بعضی هاش اصلا تناقض داره، دریایی که آتش میگیره. این جور حوادث و مناظر فقط تو خواب رخ میده، در بیداری دریای پر از آب آتش نمیگیره، اما در خواب این تناقض ها خیلی راحت اتفاق میفته. در سوره های دیگه قرآن ما داریم که در قرآن در جهنم طلعها که انها شجرت و زقوم، طلعها که انها رؤوس و شیاطین، یه درختی تو جهنم هست که شکوفش مثل کله شیاطین است، کله دیوان است. درختی که در آتش بروید، دریایی که آتش بگیرد،
اینها منازلی است که فقط تو رؤیاها دیده میشه. در عالم بیداری آب آتش نمیگیره. ولی از این بالاتر وحوش، درندگان که محشور میشوند، دست همه مفسران رو توی حنا گذاشتن، پای همه رو تو پوست گردو گذاشتن که بنا نبود دیگه درنده ها محشور بشن. اگر حشری هست، اگر رستاخیزی هست، برای این است که نیکوکاران پاداش بگیرن، برای این استش که بدکاران هم کیفر ببینن، جهنم برای اینا، بهش برای اونا. قرار نبود که توی جهنم دیگه این درندگان هم باشن، یا تو بهشت اگه کار نیک کردن ببر و نمیدونم گربه و پلنگ و اینا هم پیداشون بشه. آدمای خوب این طرفن، آدمای بد اون طرفن. اصلا همه حکیمان به ما گفتن جانوران که روح ندارن، روحشون که باقی نمیمانه، محشور نمیشه، اخلاق ندارن، حسن و قبح در اونها جاری نیست، ملامت نمیتوان اونها رو کرد، عقوبت نمیتوان کرد. پس برای چی محشور میشن؟ پاداش چی رو ببینن؟ کیفر چی رو ببینن؟ به همین سبب هم متوسل شدن به یه تئوری های عجیب و غریبی برای توضیح این پدیده توضیح ناپذیر. یا ازل اشاره اطلت، شطورهایی که ده ماه آبستنند، اینها حاضر باشن اما کسی بهشون اصلا محل نگذاره. یعنی که انهو مردم انقدر گرفتارن، اونقدر مشغولند و دغدغه های دیگر دارن، شطورهای ده ماه آبستن جزو ارزشمندترین متاعهایی بود که عرب ها میپسندیدند. و برای اینکه اولا شطور از مهمترین متاعهای زندگی بود، شطوری که آبستن است و فرزندی هم میزاید و بر گله شطوران میافزاید، دیگه عزیزتر بود. وقت چنین شطور بسیار عزیزی رو همه ول کردن و رفتن، صاحبا رها کردن و اینا ویلون و سرگردون، نمیدونن چه بکنن کجا برن. حالا حدیث حول قیامت، نزدیکی های جهنم که اگر پشه از اونجا پر بزنه هیچی ازش باقی نمیمونه، چودن اونجا برود آب میشه، این شطورای ده ماه آبستن معلوم نیست اون وسط چی کار میکنن، چه جوری زنده میمونن، اون درنده ها چی کار میکنن. یک صحنه عجیب و غریبی است که اگر شما بخواد عقلا این رو توضیح بدید حقیقتا در میمانید، در میمانید. یه طرف دریا آتیش گرفته، یه طرف درنده ها، یه طرف شطورا، معلوم است اون درنده ها چرا این شطورا رو پاره پاره نمی کنن. یه طرف آدما، یک طرف بهش، یک طرف جهنم، یه طرف تاریکی، خورشید، ولی خورشید گرفته، ستاره ها هستن اما با ستاره های تاریک. داستان بسیار عجیبی است و هرچی شما دربارش بیشتر فکر کنید بیشتر به تعجب وادار خواهید شد. ما دو راه داریم در فهم این آیات، این آیات فوق العاده معجزه. یادتون باشه از مهمترین رسالت های پیامبر آموزش دادن مسئله رستاخیز بود و اینکه حیات دیگری هست. و یادتون باشه اصلا اگر حیات دیگری نباشه دین معنی نداره. ادیان علل اصول برای این دنیا نیامدن، برای دنیای دیگه آمدن. اگر آخرتی نبود دینی هم لازم نبود، مردم خودشون دنیا رو اداره میکردن، کمان که اکنون هم همینطورن. آدمیانی که به هیچ خدایی و به آخرتی عقیده ندارن نشستند و قوانین و مقرراتی طرح کردند و با یکدیگر زندگی میکنن. ابن خلدون هم این رو میگه، فقط من نیستم. میگوید که یه عده‌ای میگن پیامبران برای اصلاح امور معیشتی و دنیوی آمدن. میگه اینطوری نیست، بنده خیلی از جوامع رو میشناسن که هیچ پیامبری در اونجاها نرفته، به خوبی و خوشی هم دارن زندگی میکنن، سر همدیگر هم نمیبرن و شبها هم راحت میخوابن، در امنیت هم هستند و روابط مالی و اقتصادی و زناشوییشون هم برقراره. اگرم بدن و همون اندازه بدن که جوامع دینی، اینطوری نیستش که از فساد و خرابی فریادشون به آسمان بلند بشه. بنابراین ادیان لزوماً برای تنظیم معیشت دنیوی نیامدن، در اصل برای تنظیم حیات اخروی آمدن. اما چون ما از دنیا عبور میکنیم، درس‌هایی برای این دنیا هم دادن تا در اون جهان ما سعادتمند بشیم. درس‌هایی مینیمم به اندازه‌ای که سعادت اخروی ما رو تأمین کنه، بقیه به عهده عقول آدمیان است و اینکه خود ما باید برنامه‌ریزی کنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم.
این رو میگویم تا توجه داشته باشی که تعلیم مسئله معاد از اصلی ترین ارکان نبوت بود و سخنی نبود که از فروع رسالت پیامبر باشه و ایشان بخواد اون رو سربسته و مجمل با مردم در میان بگذاره. به علاوه که در تعلیمات انبیا و خصوصا پیامبر اسلام این بود که قیامت نزدیک است. مسلمانان صدر اول خیلی به نزدیک بودن قیامت می اندیشیدند. ما امروز قیامت رو دور می بینیم، می گیم معلوم نیست که کی خواهد بود. شبیه بازگشت مسیح، مسیحیان صدر اول مسیحیت تصورشون بود که مسیح دیر و زود باز خواهد گشت و سلطنت و ملکوت خود رو بر زمین خواهد گسترد. درست شبیه شیعیان در اواخر دوران امامت که فکر میکردن امام زمان دیری نمی پاید که دوباره باز خواهد گشت و شیعیان رو از ستمکشی نجات خواهد داد و دولت کریمهی به پا خواهد کرد. به همین دلیل هم حتی فقها ها فتوا می دادن که اموالتون خمستون رو زیر زمین مخفی کنید تا وقتی که امام غائب برگشت به علم امامت اونها رو کشف کنه و برداره. این که خمستون رو به فقرا یا به سادات بدید یا به مجتهدین بدید، این 7 قرن بعد مطرح شد در میان شیعیان. تا قرن 7 فقیهان این رو نمی گفتن. می گفتن یا زیر زمین مخفی کنید یا به وصیتون وصیت کنید که اگر در دوران او امام ظاهر شد خمس رو به او بسپارن. امروز است که ما تصورمون عوض شده است و یعنی شیعیان و معتقدند که نه، امام زمان معلوم نیست به این زودی ظهور بکنه و لذا طرح‌های دیگری برای جمع‌آوری مالیات دینی اندیشیدن. این قصه رو هم در پرانتز بگم، یک کسی میگفتش که پیش آقای خلخالی همون موجود مشهور بودیم و ایشون صحبت از امام زمان در میان اومد، گفتش که به حضرت عباس تا 100,000 سال دیگه هم امام زمان نمیاد، تا قیامت هم نمیاد. بعضی ها خودشون اینجوری عقیده داشتن اما برای مردم نسخه های دیگه میپیچیدن. باری این از تعلیمات اصلی پیامبر بود، لذا باید در معانی آیاتی که در باب معاد دقت بیشتر بکنیم. اگر بنا باشد اینقدر مجمل، اینقدر مبهم، اینقدر تاریک باشه، وقت ما چیزی در نمیاریم. ما یک تئوری این است، تئوری پیشینیان، که فرشته‌ای به نام جبرئیل در گوش پیامبر این آیات رو خوانده است و گفته عین این رو برو به مردم بگو که یه روزی خورشید تاریک میشه، یک روزی ستاره ها میگیرن، یک روزی درندگان محشور میشون و ایشان هم آمده و عین این رو گفته. اتفاقا آیات پایانی این سوره هم ظاهرا دلالت بر همین میکنه. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اینها سخن یک فرشته امینی است که به پیامبر گفته است. این البته تئوری جاری و ساری بوده تا همین امروز، لذا حالا پیامبر یا معنی این کلمات رو خودش میدانسته یا نمیدانسته، هر چی بوده به طور یعنی امانت دارانه اینها رو به ما منتقل کرده است و ما در قرآن رو میخونیم. این یک رأیه. یه رأیه دیگه ای که بنده میخوام اون رو تقویت کنم و اصل سخن این حقیر هست، این است که نه، پیامبر این مناظر رو در یک حالت رؤیایی دیده، همین که الان برای شما گفتم، درست مثل کسی که خواب میبینه و هیچ تعجب هم نمیکنه. خواب میدیده که دریا آتش گرفته، خواب میدیده که جانوران اونجا پرسه میزنن، خواب میدیده که شتران و آبستن هم اون میان ویلان افتادن، خواب میدیده که وحوش محشور شده اند، خواب میدیده است که گویی پرده از روی آسمان برداشتن، از سماع و کشت دقیقاً این پرده رو از روی چیزی برداشتن، خواب میدیده و همینها رو هم در خواب میدیده، یعنی خورشید گرفته رو در خواب میدیده، ستارگان تاریک شده رو در خواب میدیده. نه اینکه به او گفته اند برو بگو که یک روزی ستاره ها تاریک میشوند، خود او در رؤیا ستاره های تاریک شده رو میدیده، درندگان رو میدیده، شتران رو میدیده و عین اینها را آمده با ما در میان نهاده. که دوستان، عزیزان، مستمعان، صحابیان، مسلمانان،
من در خواب دیدم ستارگان گرفته شده، خورشید خسوف یافته، شتران حامله سرگردان، اینا رو من در خواب دیدم. و در کنارش هم در خواب دیدم که بهشتی هست و جهنمی هست، یک چنین فضای فوق العاده عجیب و پر همهمه و پر مشغله ای رو من دیدم. حالا نوبت ماست. اگر کسی در خواب خورشید رو دید، آیا به معنای خورشیده؟ همچنان که اگر کسی اون پادشاه در خواب گاو رو دید، منظور گاو بود، منظور یک سال گاو چاق، یعنی سال پر نعمت. گاو لاغر که دید یعنی سال قحطی. یوسف که در خواب دید که ستاره ها او رو سجده می کنن، آیا ستاره به معنای ستاره بود؟ به معنای برادرانش بود که او رو سجده می کرد. و هر خوابی از این قبیل، از قدیم توی کتاب‌های خوابگزاری یه مثال‌های خیلی رایج و معمولی بود که می‌آوردن. من جمله می‌گفتن کسی رفت نزد استادش و گفت من دیشب خواب دیدم که دارم جواهر به گردن خوک آویزان می‌کنم. گفت معنیش این استش که تو یک علمی رو به یک نااهل می آموزی و در خواب این چنین مصور شده است. نه سخن از خوکه، نه سخن از جواهره، ولی این تصویر دلالت بر این دارد که تو علمی رو به نااهل می آموزی. باز گفتن کسی نزد استادش رفت و گفت که من در خواب دیدم که شیر می خورم. گفت یک علمی نصیب تو می شود، برای اینکه شیر غذای جسمانی است، کنایه است از علم که غذای روحانی و روحی است. و امثال اینها دیگه. امروزه مسئله خواب و اینا بسیار 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 فراتر از این حرفا رفته و در روانکاوی و روانشناسی و روانپزشکی اینا مورد مطالعات بسیار زیاد قرار گرفته. به حاجت نیست من در اینجا اشاره به اینها بکنم، فقط میخوام بگم اولا خواب کالچراله، یعنی فرهنگیه. من اگر خواب خورشید ببینم خیلی فرق داره با اینکه یه چینی خواب خورشید ببینه یا یه مکزیکی خواب خورشید ببینه. همیشه خورشید یک معنا نمیدهد. توجه میکنید؟ ستاره همه جا یک معنا نمیده، شیر همه جا یک معنا نمیده. این پیوند داره با کل فرهنگی که شما در آن فرهنگ متولد شده اید. خب اگر اینطوره، ما باید دنبال این بریم که اگر کسی در عربستان اون روز، هر کس باشه، پیامبر یا مردم عادی، خورشید رو در خواب ببینه معناش چیه؟ اگر کسی در عربستان اون دوره و در دل فرهنگ قبائلی اون عصر چیزی مثل خورشید گرفته رو در خواب ببینه، این تعبیرش چیست؟ اصلاً میبینید که این چقدر فرق داره با اینکه شما بگید که یه روزی خواهد آمد که خورشید خواهد گرفت. فاصله این دو قول رو شما خیلی خوب احساس میکنید. یعنی اونهایی که به من حمله کردن حق داشتن، گفتن که تو یک چیزی رو که ما خیلی با این راحت بودیم و خوب میفهمیدیم برداشتی، یک چیز عجیب و غریبی که تا حالا ایشکی نگفته به جاش گذاشتی. حقم داشتن، بنده مرتکب چنین گناهی شدم، ولی این گناهیست که در شرع شما نیز کنند. حالا خواهم گفت اگر نخواهید این گناه مرتکب بشه، به گناه‌های بزرگتری رو مرتکب بشه. اونها می اومدن و می گفتن نه، اینا تأویلیه، اینا مجازیه. وقتی که می گویند درندگان محشور می شوند، منظور نیست که درندگان محشور می شوند، نه باید تحت لفظی معنا کرد. یه چیز دیگریست که اینطوری تعبیر شده. در حقیقت همین حرف رو می زدن، ولی لقمه رو دور گردنشون می پیچوندن. اون چیز دیگر چیه که اینجوری تعبیر شده؟ بهتر این است که بگیم اینجوری دیده شده. خیلی مهمه این مطلب که شما بگید که من مطلبی رو اینچنین دیدم یا ندیدم، اما به نحو دیگری از او سخن میگویم و اونگاه شما رو مکلف میکنم که شما برید اون گره‌ای رو که من بر این زدم باز کنید. اما از الوحوش و حشرت گرهی نخورده، این منظره‌ای بوده که پیامبر تماشا کرده، هیچ گرهی هم در کار نیست. حالا این آیات به جای خود
آیات بسیار دیگری ما در قرآن داریم، چنان که من بر نوشتهای خودم اشاره کردم، که گویی اصلا پیامبر در صحنه نیست، در کنار ایستاده. یعنی اصلا خدا در گوش او نمیخوانه، میگه من دارم میبینم که ملائکه آمدند، نامه های اعمال را آوردند، پیامبران و مردم همه ایستادند، همه خائفند، همه لرزانند، صراط را آوردند، میزان را آوردند و امثال اینها. یعنی گویی که یه ناظری داره از یک واقعی خبر میده، یک خبرنگاری در این صحنه حاضر است. اصلا خبری از این نیست که خدا در اینجا داره چیزی در گوش پیامبر میخواند. خدا پیامبر داره شرح واقعه را بیان میکنه به بلیغترین وجه. و در نهایتش هم واقعا این در سوره طه که بخوانید و سوره زمر، خصوصا سوره زمر، اونجا میبینید آخرش هم میگه اهل بهشت در بهشت مستقر شدند و اهل جهنم در جهنم مستقر شدند و والحمدلله رب العالمین. مطلب تمام شد، خاتمه یافت، الحمدلله. درست مثل اینکه یک کسی قصه رو داره مینویسه، آخرش هم میگه اینجا به پایان رسید، الحمدلله، همه چیز سر جای خودش قرار گرفت. یعنی گویی که منظری رو دیده و داره برای ما بیان میکنه، نه اینکه کسی به او گفته برو اینا رو بگو. با لحن قرآن اگر کسی آشنا باشه اینها رو خیلی خوب درک میکنه. مثلا من چون اینها رو نوشتم تکرار نمیکنم، من فقط در اینجا بیشتر در باب معاد میخواستم صحبت کنم و اینکه تصویری ترین آیات معاد، آیات قرآن معادند. اون چی که پیامبر در اونجا گفته، در باب معاد گفته، میدیده و میگفته، نه اینکه در گوش او بخوانند که برو اینها رو بگو. میدیده و میگفته. خورشید تاریکی رو میبینم، ستارگان تاریک رو میبینم، درندگان رو میبینم، اما و هزار اما. اینهایی رو که میدیده به زبان خواب بوده. وقتی ما معنا میکنیم دیگه نباید بگیم روز قیامت خورشید میگیره، معنیش این نیست. نباید بگیم روز قیامت ستاره ها خاموش میشن یا درنده ها محشور میشن، معنیش این نیست. اگه اینجوری معنی کنیم که این زبان بیداریه، ما باید ترجمه کنیم این رو به زبان بیداری. باید ببینیم اگر یک کسی در اون روزها، در اون عصر خورشید رو در خواب ببینه معنیش چیه. ملاحظه کنید یکی از چیزایی که باز من اشاره کردم و پاره از مفسران امروز رو خیلی به تکاپو افکنده، مسئله شهاب‌های آسمان است. با این شهاب‌ها همه ما آشنایی داریم، این گاهی که آسمان ستاره باران میشه، همین سنگ‌هایی که از اجرام سماوی جدا میشن وارد جو زمین میشن بر اثر برخورد آتش میگیرن و بعدم روی زمین میفتن. در قرآن چند جا آمده است که اینها تیرهایی است که ملائکه به شیاطین میافکنند. تیرهایی است. الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. هر وقتی که از این شیاطین میخوان فزولی کنند و وارد ملأ اعلا بشوند و به جهان فرشتگان پا بگذارند تا اسرار رو از اونها بشنوند، یکی از این تیرها به سوی اونها میاد و اونها رو میراند. بارها این در قرآن آمده است، رمی شیاطین، تیر اندازی به سوی شیاطین، که اینا همون تیرهاییست که به شیاطین میخورد. قرنها مفسران ما اینها رو همینطوری معنی کردن که بله، فرشتگان تیرهای از جنس نور میافکنن، به شیاطین میخوره و اونها رو پاره پاره میکنه، درست مثل خمپاره هایی که مثلا امروز میافکنن، تا میرسد به علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، 20 جلد تفسیر، ایشان به این آیه که میرسه به صراحت میگه این با علم زمانه ما مخالف است، اصلا معنا نداره، برای اینکه ما میدانیم جنس این شهاب ها چیه. اینا نور نیست، اینا تیر نیست که کسی پرتاب کرده باشه. بعدش هم به شیاطین نمیخوره. کدوم شیاطین؟ بعدم شیاطین هم که از مادی نیستن تا این سنگ ها که مادی هن به تن اونا بخوره و اونها رو پاره پاره کنه، هیچیش با عقل و با علم جدید سازگار نیست. ولذا ایشون میگه پس ما باید اینو تأویل کنیم، باید از معنای تحت لفظی بگردانیم یه معنای دیگری براش پیدا کنیم، ولی هرچه هست معناش این نیست که تا کنون مفسرین گفتن. خب
بعدم ایشون میکوشد که یه معنایی رو با تکلف به نظر من برای این آیات بیان بکنه. من اینها رو نوشتم. منتها سخن بنده در پایانش این بود که آخه چرا این تکلفات؟ ما باید درست اینجوری تصور کنیم که یه کسی به نام پیامبر در خواب دیده که ستارگان به سوی شیاطین تیر می‌افکنند. خواب و رؤیای اون بزرگوار بوده. شما چرا اینو به معنای بیداری گرفتید؟ ما حالا باید بریم ببینیم اگر یه کسی 14 قرن پیش در خواب ببیند که تیر به سوی شیاطین افکنده می شود، این معناش در بیداری چیست؟ همونطوری که اگر ببینیم که یک کسی داره جواهر به گردن خوکان آویزان میکنه، معناش در بیداری چیز. نباید بگیم جواهر همون جواهر، خوک هم همون خوکه. هیچ کدومش اینها نیست. غفلت از این معانی، از این زبان خواب یا زبان رؤیا یا زبان وحی، مفسران ما رو به تکلفهای عظیم افکنده است. خب من یه بخش از سخنان خودم رو گفتم، یه بخش کوتاه‌تری هم باقی مانده که اگه اجازه بفرمایید اون رو هم عرض بکنم و سخنم رو به پایان ببرم. در واقع میتوانم بگم بخش مهمترش باقی مونده، اما من اون رو خیلی کوتاه‌تر میگم چون مقدمات رو دیگه مفصل برای شما چیدم. یکی از مهمترین و شاید مهمترین مسئله در باب معاد این است که آیا معاد جسمانیه یا غیر جسمانی. همه شما با این مسئله آشنا هستید. آیا ما با همین جسم، با همین قد و قامت، با همین سر و چشم و گوش و ابرو و غیره، با همین شکل روز قیامت محشور میشیم؟ یا اینکه نه، روح ما محشور میشود و جسم ما محشور نمیشود؟ ظواهر آیات قرآن همه دلالت دارد بر اینکه معاد جسمانی است. و از قدیم الایام هم مردم چنین میفهمیدند، مفسران هم چنین بیان میکردند. به طور ساده که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، از خاک آفریدیم شما رو، در همین خاک هم شما رو برمیگردونیم و دوباره از همین خاک هم شما رو بیرون میآوریم و برمیانگیزیم. به همین صراحت و آیات فراوان دیگری که در قرآن هست که ما از قبر مبعوث می شویم، برانگیخته می شویم و بیرون می آییم. و حتی در سوره یاسین هست که وقتی مردگان از قبر میان بیرون میگن که یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. وقتی میان بیرون میگن وای بر ما، چه کسی، چه نیرویی، چه دستی ما را از قبرمون بیرون آورد. این همون چیزیست که پیامبران میگفتن، این همون چیزیست که خداوند وعده داده بود. پیامبران راست گفتن، ما از قبرها بیرون آمدیم. این سخنیست که روز قیامت مردگان میگوین. حالا بگذاریم از اینکه مطابق تئوری من پیامبر در رؤیای خودش اینها رو میدید و اینا باید تفسیر بشه. در رؤیا میدید که قبوری هست، یه عده‌ای از قبر اومدن بیرون دارن این حرفو میزنن. ما معنیش چیه؟ خب باید معنی کردیم. باری فیلسوفان مسلمان تقریبا هیچ کدامشون نتوانستن زیر بار معاد جسمانی برن، برای اینکه با مبانی فلسفی منافات داره. من وارد اینکه چگونه منافات داره نمیشم. ابن سینای ما که فیلسوف مسلمان بود، شیعی هم بود، شیعی زیدی یا شیعی اسماعیلی بود و علی ای حال مرد متشرعی بود، اسلام شناس بود، در کتاب خودش شفا صریحاً میگوید که من به لحاظ فلسفی نمیتوانم معاد جسمانی رو تبیین کنم، توضیح بدهم. اما چون پیامبر فرموده و من پیامبر رو صادق میدانم، این رو قبول میکنم. اما اگر کسی از من توضیح فلسفی درباره او بخواد، من ناتوانم. فلسفه زورش قد نمیدهد به اثبات، اثبات که هیچ، به تبیین و توضیح پدیده‌ای به نام معاد جسمانی. دیگران هم همینطور، برای اینکه شبهه‌های بسیار در اینجا بود که اگر معاد با جسم میشه اعاده معدوم لازم میاد، شبهه آکل و معکول لازم میاد، یعنی اگر یک کسی رو جانوران خوردن توی بیابون، بعد خب این دوباره چجوری
خداوند اجزای اینو جمع میکنه میاد. حالا اون جانور رو هم یه جانور دیگه اگه بخوره، اون جانور رو هم یه جانور دیگه بخوره، یه جزء از بدن یه نفر میشه جزء از بدن چند نفر. چی جوری اینو بعد محشورش کرد؟ مشکلات زیادی داشتن در تبیین این مسئله، اما میگفتن خب پیامبر فرموده، قرآن فرموده و ما تصدیق میکنیم و به بیش از این هم احتیاجی نیست. راست هم میگفتن. تا نوبت رسید به حکیم بزرگ ایرانی و شیرازی، صدرالدین شیرازی، ملا صدرا. ایشان رو گفتند که بزرگترین حکیم ایرانی و بلکه اسلامی است. علی‌ای حال بیشترین تأثیر رو در فلسفه اسلامی پس از خود داشته است. ما هم به وجود او افتخار میکنیم. کتاب او الان مهمترین کتاب درسی در حوزه های علمی است و تئوری های او چیره ترین، غالب ترین تئوری ها در زمینه فلسفه اسلامی هست. ایشان یک جلد از 9 جلد کتاب فلسفه خودش رو اختصاص به مسئله معاد و نفس داده است. فیلسوفان مسلمان هیچ کدامشون تردید نداشتن که آدمی جسمی دارد و روحی. امروز در جهان جدید و بر اثر پیشرفت‌های علمی جدید در این مسئله تردیدهای بسیار شده است که گویی ما فقط جسمی و تمام اون چیزی که گذشتگان در باب روح میگفتن همان حوادثی است و جریاناتی است که در مغز ما میگذرد، روحی در کار نیست. خب این رأی ماتریالیستی مادی، نچرالیستی، فیزیکالیستی جدید است. شیخ شهاب سهروردی، حکیم بزرگ ایرانی که در قرن ششم، یک قرن قبل از مولانا میزیست، میگوید که من سهروردی و امثال ما حکیم رو حکیم نمیشماریم مگر اینکه قدرت خلع بدن داشته باشد، یعنی بتواند به اختیار خود روحش رو از بدنش جدا کند و دوباره به بدن برگردد. و خود او میگوید من اهل این کار هستم و بودم و دیگران رو هم میشناسم که چنینه. لذا قصه روح و بدن و دوتا بودن اینها، یکی و یگانه شدنشون در این عالم و بعد جدا شدنشون از یکدیگر، جزو مسلمات فلسفه فیلسوفان مسلمان و مسیحی و یهودی بوده است. در عرض کردم علم جدید البته رأی دیگری، اون هم نه قاطبه ساینتیست های جدید. ادعی هستند که همچنان معتقدند که آدمی و اون چی که از آدمی سر میزنه فقط با قوانین طبیعی و مادی قابل تبیین نیست، یک بعد دیگری، چهره دیگری برای آدمی باید قائل شد و الا تبیین ناقص میماند. اما حکیمانی مثل ابن سینا و ملا صدرا هیچ تردیدی نداشتن که الانسان روح و جسد، و بلکه معتقد بودن که شخصیت ما همون روح ماست، بدن یک چیزیست که سوار روحه. و این سخنی است که از ارسطو رسیده. میگه مردم فکر میکنن که بدن روح رو به کول خودش گرفته، در حالی که عکسش، روح بدن رو کول کرده و یه وقتی هم اینو میذاره زمین و بعد دیگه آزاد میشه، این بار سنگین رو میذاره زمین. خب حالا ما بر همین اصل میرویم، بنا رو بر همین میگذاریم که روح بدن رو به کول خود گرفته و یه روزی هم این رو زمین میذاره و آزاد میشه و بعد هم معادی خواهد داشت. خب گفتن که در معاد روح به بدن برمیگرده. مشکل از همینجا شروع میشه. ملا صدرا میگوید که برگشت روح به بدن همون تناسخه و تناسخ هم ممنوعه و ممتنعه. ایشون میگه که تناسخی نیست که روح دوباره در این دنیا به بدن برگرده. اصلا برگشتن روح به بدن تناسخه، هر جا بخواد باشه، چون اصل فلسفی استثنا نمیپذیرد. و اینهایی که معتقدن روز قیامت روح به بدن برمیگرده نادانسته به تناسخ قائل شدن، و تناسخ هم به لحاظ فلسفی امر ناممکنی است. پس اون راه هم بسته است. پس چه کار بکنیم حالا؟ خلاصه یه تبیین ملا صدرا از معاد این است که معاد از جنس عالم رؤیاست، نه از جنس این عالم مادی. شما در عالم رؤیا آدمیان رو میبینید، دوستانتون رو میبینید با سر و شکل همیشگیشون، تو خانه شون، توی شهرشون با هم ارتباط دارید، حرف میزنید. فرض کنید شما هیچ وقت از خواب بیدار نشید، مثلا همون خواب شما عین بیداری میشه دیگه، یعنی عین واقع، عالم واقع میشه. ایشان معتقد است که عالم قیامت از جنس عالم رویاست، نه اینکه ما خواب میبینیم، ما از آن جنس است، اونجوریه، موجودات در اونجا مثل موجودات رویایی هست.
از این طریق ملا صدرا توانست که معاد رو تبیین کنه و این جزو افتخارات خودش میدانست. میگفت کاری که ابن سینا نتونست بکنه، دیگران نتوانستن بکنن، من کردم، من تبیینی برای معاد پیدا کردم. منتها دیگران از راه رسیدن، گفتن که بله شما این کار کردی ولی معاد رو از بین بردی، معاد جسمانی رو شما از بین بردی. ایشون میگفت نه، تو خوابم شما جسم رو میبینید دیگه، بنده رو که میبینید تو خواب، روح منو میبینید یا منو با همین قد و قواره جسمانی میبینید؟ اونها گفتن شما داری کلا سر ما میذاری. درسته که ما تو خواب به ظاهر جسم میبینیم، ولی خب این اون جسمی نیست که در خارج هست. باری این نزاع ادامه پیدا کرد. ملا صدرا به بعضی از آیات قرآن هم تمسک میجز، ولی حقیقتش این است که گرچه تئوری ملا صدرا به لحاظ فلسفی پشتوانه‌های خوب و محکمی داره، اما وقتی که او رو مقابل میکنید با آیات قرآن که چنان که گفتن بسیار صریح هست در جسمانی بودن معاد، شکست میخوره و کم میاره. و به همین سبب هم خیلی ها دنبال راه ملا صدرا نگرفتن. من در لندن وقتی که مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان آمده بودن برای معالجه در سال 1356، من مترجم ایشان بودم و از فرصت‌های نادری بود که من داشتم. یکی دو ماه من دائما در مصاحبت ایشان بودم، هر سوالی دلم خواست ازشون کردم. خب من آثار تفسیری ایشون رو خونده بودم، آثار فلسفی ایشون رو خونده بودم، آرایش رو فی الجمله می‌دانستم. با هم این طرف اون طرف می‌رفتیم، در تاکسی غیر تاکسی، پیش طبیبان در بیمارستان و غیره، و سوالات ازشون میکردم. مرحوم علامه طباطبایی بر اسفار ملا صدرا، همون 9 جلد کتاب فوق‌العاده مهم فلسفی، حاشیه و شرح نوشتن، اما به بخش معادش هیچی ننوشتن، یک کلمه هم شرح ننوشتن. معلوم بود که این عمدیست. من از ایشان پرسیدم که، یادم در تاکسی بودیم در لندن، از ایشون پرسیدم که شما چرا بر بخش معاد اسفار اربعه صدر المتعلقین توضیحی و شرحی ننوشتید؟ ایشون این نگاهی به من کرد و گفت ما ملا صدرا رو یه آدم، یه ملای چیز فهم میدونیم، نه بیش از این، و هیچ توضیح دیگری هم نداد. در واقع به یه معنا جواب منو نداد و به یک معنا هم گفت به هر حال ملا صدرا معصوم که نبود، حالا فیلسوفی بود، سخنانی هم گفته. ولی من به شما عرض میکنم ایشون در تفسیر المیزان سخنانی دارد و در تفسیر بعض از آیات کاملا میشه دید که به راه ملا صدرا رفته، بدون اینکه سر و صداشو در بیاره و همون تئوری رو مبنای تفسیر خودش قرار داده. اما چون از قوقای عوام میترسیده، تصریح به اون معانی نکرده است. حالا ببینید، من حرف آخرم اینه، چون در باب معاد و جسمانی بودن معاد میخوام سخن بگم. بعضی ها جسمانی بودن معاد رو جزء ضروریات دین شمردن، به طوری که گفتن اگر کسی منکر جسمانیت معاد باشه از دیانت اسلام خارجه و یک رکن مهم از ارکان دین رو انکار کرد. بچه بسیار کسانی که از همین طریق تکفیر شدن، خود مرحوم ملا صدرا رو هم تکفیر کردن. بی جهت نبود که بلند شد و رفت در ده کهک نزدیک قم به مدت 10 سال اونجا انزوا گزید، نمیتوانست زندگی بکنه در میان مردم، در میان عوام، در میان فقیهانی که هر روز جان او رو تهدید میکردن. مسائل بود. آقای طباطبایی هم از تکفیر میترسید به هر حال و نمیخواست که جلوی کار علمی او رو بگیرن. ملاحظه کنید، من برمیگردم به تئوری رؤیای رسولانه. اون چه که در قرآن آمده است که همه به نظر میاد از جسم سخن میگویند، ما شما رو در خاک میبریم، دوباره از خاک بیرون میآوریم، مردگان از خاک بیرون می آیند و در کنار قبرها می ایستند و می گویند که چه کسی، چه دستی ما را از قبرها بیرون آورد. این علامت صدق رسولان است.
و اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه خاوستا رافعه، روز قیامت این می شود و اون واقعه که باید واقع شود واقع می شود. یک مردم بر سه دسته تقسیم می شوند و سلت من الاولین و سلت من الاخرین، یه عده پیشینیانن یه عده پسینیانن، اصحاب یمین داریم اصحاب شمال داریم، یه عده دست راست ایستادن یه عده دست چپ ایستادن، بعد اینها در بهشت می روند اونها در جهنم می روند، اونهایی که در بهشت میرن میوه ها میخورن و طلع منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه و فروش مرفوعه، اونجا که نشستن موز در اختیارشونه. من در نوشتان گفتم نوشته بودم موز، یا آقایی که به من حمله کرده و نگودی این موز از کجا اومده، گفتم آقا جان قرآن رو بخون، طلع یعنی موز. البته این آیه قرآن این کلمه دو جور خونده شده، تلح و تلق، هر دو جور خونده شده در نسخه های مختلف قرآن. تلح یعنی شکوفه، اما تلق یعنی موز. اتفاقا موز کلمه فارسی است و امروز عربا دیگه به موز نمیگن تلح، میگن چی؟ بنانا. این بنان، بنان یعنی انگشت، و چون موز مثل انگشته بهش بنان میگن، اینا هم یاد گرفتن میگن بنانا، ولی عربا خودشون کلمه اصلی موز یادشون رفته. ولی شما به تفسیرها و ترجمه های بسیار قدیمی قرآن از طبری اونا مراجعه کنید، کلمه موز رو به کار بردن. توی باغ بهشت نشستن روی تخت های خیلی عالی، فروش مرفوعه نشستند و موز میخورن و انگور میخورند و جام شراب میگیرند و عبلت شرابی که در او سردرد نیست، مستی نیست، لا قولون فیها و لا هم ینزفون. اینا هست دیگه در قرآن دیگه. خیلی به نظر میاد که حوادث بسیار جسمانی است، یه باقی است مثل باقهای اینجا، تخت زدن، میوه اونجا آوردن، هوریا در گردشن، آدم ها نشستن با هم تعریف میکنن، میگن، میخندن. البته اونطوری که قرآن میگه هیچ حرف بدی میانشون الا قیلن سلامن سلام، همش حرفای خوبه، نه غیبت کسی رو میکنن، نه فوش میدن، نه زخم زبان میکنن، نه دروغ میگن، نه هیچ کدوم اینا نیست، همه حرفای خوب، همه دوستانه، همه پر از صفا و مهربانی. در این حال شراب میخورن، میوه میخورن، غذا میخورن، گوشت مرغ میخورن و لحم طیر مما یشتهون، گوشت مرغای خیلی اشتها آور، خیلی مطابق میل و مطبوع، عین اینها در قرآن آمده. یه دهی به جناب من اینن دیدم، یکی از متکلمین به نام اسد اسماعیل تبرسی در کتابی به نام کفایت الموحدین نوشته بود که سبحان الله معاذ الله نستجیر بالله، پس مرغ یعنی صورت مرغ، نمیدونم شراب یعنی صورت شراب، یعنی اینا همش یه نقوشی از این هاست، نه خود شراب نه خود مرغ. قصه یه چیز یادتونه، قصه ای که مولانا گفت که چهار کس را داد مردی یک درم، هر کسی از شهری افتاده به هم. چهار نفر بوده که ترک بوده که عرب بوده که یونانی بود یا رومی یکم فارس، یک کسی که رد می شد یه قرون پرت کرد میان اینا. چی شد؟ پارسی گفتا از این چون وارهیم، این درم را تا به انگوری دهیم. اون فارسی زبان گفت بیا بریم یک قرون رو بدیم انگور بخریم. آن عرب گفتا معاذ الله، لا من عنب خواهم نه انگور ای دغا. اون گفت نه خیر آقا، من انگور، من عنب میخوام. اون که بود از ترک از روم گفت این قیل را ترک کن، خواهم من استافیل را. اون که رومی یونانی بود گفت نه من انگور، من استافیل میخوام. استافیل به یونانی و لاتین یعنی خوشه انگور دیگه، یادتون استافیلوکوک، میکروب هایی که به شکل خوشه انگورد، بله استافیل. مولانا هم در ترکیه اون روز که هنوز ترکیه نشده بود زندگی میکرد، تعداد زیادی یونانی در شهرش بودن، این کلمات رو بلد بود. اون که بود از روم گفتین قیل را ترک کن، گفت خواهم من استافیل. اون که بود از ترک گفتا ای گزم، من نمیخواهم اینم، خواهم ازم. در تنازع مشت بر هم میزدند، چون ز سر نامها غافل بودند. بعد میگوید که صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی اونجا بدادی صلحشان، پس بگفتیشان که من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم.
اگر یه نفر بود که همه زبان‌ها رو بلد بود میگفت دعوا نکنید، از نزاع ترک و رومی یا عرب حل نشد اشکال انگور و عنب، خودشون نمیتونستن حل کنن. اگر یک زباندانی اونجا بود که این چهار تا زبان رو بلد بود میگفت من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم. حالا بلا تشبیه بنده میخوام بگم من زین یک درم آرزوی جملتان را میخرم، یعنی با این تئوری رویای رسولانه من هم تئوری ملا صدر را تصدیق میکنم، هم جسمانیت معاد رو و هم تعارضی با آیات قرآن پدید نمیاد. چگونه؟ به همین راحتی که الان برای شما عرض میکنم. تمام آنچه که در قرآن دیده شده است به صورت جسم، یعنی اینکه جسم آدمیان محشور میشود، در خواب دیده شده است، مثل خورشیدی که میگیرد در خواب دیده شده است. لذا نه دلالت دارد بر اینکه حتما ما جسمانی اونجا رستاخیز خواهیم داشت، نه دلالت دارد بر اینکه رستاخیز ما روحانی است. ما باید اینو خواب گذاری بکنیم. به هیچ وجه نباید بگیم وقتی که اسم جسم میاد یا بدن میاد منظور بدن در بیداری است. ما باید این را باز از جنس رؤیا بدانیم، و اگر از جنس رؤیا دانستیم اون وقت نوبت خواب گذاری میشه. کسی نمیتونه به ملا صدر ایراد بگیره که توی قرآن گفته شده است که شرابی هست، گوشت مرغی هست، و گوشت مرغ هم که هم گوشت مرغ است که همه میشناسیم. ملا صدر باید بنابر تئوری رؤیاهای رسولانی و بنده که شاگرد ایشونم بگن گوشت مرغی که تو خواب میبینن لزوما این گوشت مرغی نیست که تو بیداری میخورن، و شرابی که اونجا میبینن شرابی نیست که در بیداری میخورن. کما اینکه خود قرآن هم میگیم با اون شرابا فرق داره، سردرد که نمیاره، نمیدونم مستی که نمیاره. حالا شرابای امروز رو میدونید، این یک ماده توش بود قدیما به نام فورفورول، اینو گرفتن که دیگه سردرد نمیاره، اون باعث این به صورت عروق جمجمه میشد و سردرد صبحگاهانه می آورد، دیگه اینا رو گرفتن، اونو نمیاره، بنده خبر ندارم، ما گذاشتیم ان شاء الله در بهشت شراب خودمونو بخوریم. ما در این دنیا بنده هم شیر میخورم هم عسل، دو تا از نهرهایی است که در بهشت جاری است. در بهشت چهار نهر جاری است، یکی شیره، یکی عسله، یکی آبه، یکی خمره. شیر و عسل و آبش ما اینجا میخوریم، به جای خمرش چای میخوریم که میگن خمر المؤمنین، و یا قهوه که میگن تریاک المتقین. گذاشتیم که اون انشاءالله شراب هر چه که هست انشاءالله از دست خدا بخوریم. ولی گفت ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بر آسایم زین حجاب جسمانی. بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب عشقه های پنهانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. ما سیه گلیمان را جز بلا نمی باید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم، می نهم پریشانی بر سر پریشانی. دلهاتون انشاءالله پریشان مباد. من سخنم رو همینجا ختم می کنم و بقیه یه سخن رو اگر ابهامی هست در بخش سوال و جواب دنبال خواهیم کرد. عرض کنم که بعضی از دوستانم به نظرشون رسید که شاید مناسب نباشه مهمان بزرگواری که دعوت شده در واقع شک و تردیدی مطرح بشه در بعضی از مسائل، ولی به هر حال این طبیعیه. سوالاتی که برای همه پیش میاد طرحش با بزرگواری که ایشون دارن گمان نمی کنم که موجب رنجشی بشه. به هر حال همطور که خودشون هم در اون شعر آخری که خوندن داستان عنب و انگور و اینها، بالاخره هر کدوم از یه زاویه ای میبینیم دیگه، شاید خالی از فایده نباشه که از این زاویه هم بس بشه. من البته کاملا قبول دارم که قرآن جنبه فقط سمعی نیست. خود قرآن راجع به پیامبر میگه لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اون آیات بسیار بسیار بزرگ خدا رو دید. افتمارونه الا ما یرا، درباره چیزی که داره میبینه شما دارین باش مراء میکنید، بحث میکنید، جدل میکنید. البته میگه با فؤادش دید، با دلش، نه با چشم بیرونی. ابراهیم هم همینطور، قرآن میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، او دید اون ملکوتو. حتی اقرأ بخوانم به این معنای کلمات متعارف نیست، اونم معنای در واقع دیدن داره. میگه در
روی او نگرانی رو دیدم، در چهرهش ترس رو خواندم. بنابراین به نظر میاد که مطلب بازه تو اون زمینه ها. و اینم که پیامبر یک طرفه نبود، در واقع این نبوده که خدا از یک جهت فقط وحی بکنه. من در قرآن نگاه کردم، بجز یه مورد همه جا میگه اوحینا، یه بار اوحی تو هست، من وحی کردم. وقتی که ما قرآن میگه دستندرکاری همه نیروها، خود پیامبر در رسیدن این پدیده رو به نتیجه خودش میرسونه. بنابراین همه اینها قابل فهم هست از این زاویه. و حتی این موضوع که مثل چراغای سبز هوشمند اینجا که تا ماشین به سمتشون نره سبز نمیشن، راه نمیدن، طبیعیه تا انسانی جلو نره این موضوع آشکار نمیشه براش. اما بیشتر دوست دارم این مطلب رو عرض کنم که خود قرآن توضیح داده راجع به ماهیتش و ساختارش که چگونه است. در آیه 7 سوره آل عمران میگه این کتاب دو بخش داره. بخش اصلیش محکماته، خیلی رو راست و شسته رفته و آشکاریه. میگه هنه ام الکتاب، اینا مادره، اصل، اساسه. و اخر و متشابهاتن، بخشیشون به زبان تشبیهه. مثل بچه‌ای که در رحم مادر هست، متولد نشده، از دنیای بیرون جز با زبان تشبیه نمیشه با او سخن گفت. حالا اینجاها باید رفت دنبال تشبیه که کجاها به زبان متشابهات. و کلن قرآن این مسئله رو به قیامت مربوط میکنه، همه جا میگه تا تعویلش نیاد شما متوجه نمیشین. بعد مردم رو میگه یا دهی تو دلشون مرضه، دنبال متشابهات میرن برای اینکه فتنه به راه بندازن. دیدین بعضی از این تلویزیون ها مطرح میکنن چگونه برخورد میکنن. ولی میگه که و ما یعلم تعویله الا الله، تعویلش رو جز خدا نمیدونه قیامت رو. اما دانشمندان، اندیشمندان، اولی الالباب میگن که ما دربست قبول کردیم گرچه نمیفهمیم، ولی فهمیدیم که مراتبی هست که ذهن ما بهش نمیرسه. بعد دعا میکنه خدایا ما رو نلغزون بعد از اینکه ما رو هدایت کردین. بنابراین خطیره مسئله، لغزشگاه های هولناکیست. به تفسیر حضرت علی تو نهج البلاغه میگه اولی الالباب، اندیشمندان کسانی هستن که اعتراف کردن که ما نمیدونیم، درهای بسته جلوی بسیاری از معلومات وجود داره. میفرماید خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که ما نمیتونیم بفهمیم رسوخ در علم نامیده. خب اما مسئله اصلی تر در مورد این تئوری در واقع رؤیاست. من با اجازه آقای دکتر دو مطلب از فرمایشات خودشون رو که قبل از اینکه جلسه بیام نگاه میکردم اینو یادداشت کردم برای اینکه مقداری روشن‌تر بشه اصل این تئوری. میفرماید ما هنگام قرائت قرآن گویی فراموش میکنیم که خوابنامه ای را میخوانیم که زبانش زبان بیداری نیست بلکه زبان خواب است، نیازمند خوابگذاری و زبان آن را معادل زبان بیداری گرفتن خطایی مهلک و عظیم است. در جای دیگه میفرماید میتوانم ادعا کنم که تفسیر عموم مسلمانان آلوده به مغالطه خوابگزاران است. غافل بودند که روایتگری تیز چشم آنها را در رؤیا دیده و شنیده است. در جای دیگه خب ایشون میفرمند، خودشون هم از علامه طباطبایی نقل کردن که ایشون هم میفرمه مفسر بود مثل بقیه پیشینیان خودشون، نه یک معبر. و توضیحی که میفرمند این که رفتن از تفسیر به تعبیر مستلزم یک شیفت پارادایمی است، یک تغییر الگوی بنیادی. بنابراین تئوری رو مطرح کردن جناب دکتر که طبیعتاً همه کسانی که به گونه دیگه ای ما عادت کردیم قاعدتاً باید تحلیل بکنیم. یعنی اون چی که من عرض میکنم نه به عنوان نقد، بلکه سوالاتی است که در ذهن هر کسی خطور میکنه. در واقع این سوالات خیلی ساده است.
قرآن بارها گفته که این کتاب خیلی ساده است، قابل فهم همه مردمه. لقد یسرنا القرآن للذکر، این چهار بار اومده، قرآن رو برای ذکر آسونش کردیم. آیا کسی نیست بیاد ذکر بگیره؟ مرتب از این شبیه ها هست. یا هدن للناس، برای توده های مردم، هدایت البته و ینات من الهدا، مراتب تبیین یافته تر و تفصیلی تر برای کسانی که جلوتر رفتن، و همچنین گام سوم فرقان، یک شناخت میده. ولی به هر حال یک طیف بر حسب درک و دانش. خودش رو کتاب مبین یا مستبین معرفی کرده، یعنی آشکاره، همه چیش روشنه در واقع. حالا خب این سوال مطرح میشه برای خواننده قرآن که این همه قرآن میگه که بخوانید هرچه بیشتر، فقر او ما تیسر من القرآن و قابل فهمه. اگر این بحث مطرح بشه که خب 1400 ساله که بیراهه رفتن، این کتاب کتاب تفسیر نیست، کتاب در واقع باید معبر، خوابگزار پیدا کنیم، خب این سوال پیش میاد، این انتظار که جناب دکتر، خود شما با ماشاءالله هوش و حافظه فوق‌العاده خداداد خودتون، خب شما بفرمایید که این راه اشتباهی که رفتن از این به بعد ما چگونه بفهمیم؟ یعنی امثال بنده که مبتدی هستم، خب من که تعبیل خواب رو که نمیدونم، آیا در واقع باید 1400 سال دیگه صبر بکنیم؟ خب دانشمندان تئوری میدن که خب دیگران برن دنبالش. تکلیف امثال ما که در واقع به این شیوه خو کردیم باید چیکار بکنیم؟ بریم دنبال در واقع خوابگزاری، یا منتظر باشیم که یک خوابگزارانی در آینده این رو توضیح بدن؟ در مورد آیات قرآن که امروز فرمودن، قرآن 90 تا 95 درصد آیات تا 2-3 سال اول درباره قیامته. نامعنوسترین مسئلهی که مخاطبین قرآن باهاش طرف بودن، مثل سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها، الغاره اتم الغاره، اذا شمس و کبرت، سوره انفطار. مسلمون های معاصر پیامبر هیچ کدوم خورشید رو به اون معنایی که آقای دکتر فرمودن نمی دیدن. همین خورشید می دیدن، همین ماه می دیدن. یعنی در واقع اونها با همین آیات، بدون اینکه کسی به گونه دیگه براشون تعبیر بکنه، جانهاشون رو گذاشتن، مالهاشون رو دادن، شهید شدن در این راه. اصحاب بدر، مهاجرین و انصار، اونها با همین آیات، بدون اینکه تعبیری کسی بکنه، در واقع تعبیر بکنه، به این مراحل رسیدن. بارها هم خود قرآن به پیامبرم شاید 11-13 باره که میگه ما ادراک ما یوم الفصل، اصلا تو چه میدونی که چیه اینا؟ ما ادراک ما القیامه، ما ادراک ما یوم الدین. موارد زیادی است که ای به پیامبر میگه که تو هم نمیفهمی اینها رو، در واقع اصلا در رتبه و جایگاهی نیستی راجع به این تحولات شناختی پیدا بکنی. اتفاقا اون چی که راجع به خورشید و ماه و اینا میگه، از نظر علمی لااقل امروز برای ما روشنتر شده. در روز هزاران خورشید داره میگیره، خاموش میشه. در نظام کیهانی ببینیم، در کهکشان‌های مختلف هر روز خورشیدهایی دارند، از شمس و کبرت. قرآن در واقع داره تحولاتی رو که در آستانه قیامت اتفاق میفته، شاید در منطقه منظومه شمسی ما باشه یا بازویی از کهکشان راه شیری، مرحله‌ای که در واقع این نظام فرو میپاشه، میگه این زمین زمین دیگه ای خواهد شد، یا همچنین رجم شیاطین از یه بعد علمی، حالا من میخوام وقت بگیرم، اون هم قابل توجیه هست با اطلاعات جدید جبشناسی، تحولاتی که اتفاق داره میفته، با یک زبان روشنتر آقای دکتر رستگارتون کتاب هفت آسمان به وضوح این رو توضیح داده، که البته خب طبیعیه علامه طباطبایی این مقدمات این علم جبشناسی رو نداشتن یا مفسرین دیگه. اما در نظر به اصطلاح این تئوری رؤیا، آقای دکتر مسئله تعبیر رؤیا رو می‌فرماید. رؤیا تو قرآن عمدتاً در مورد یوسف اومده، یه بار راجع به خواب ابراهیم اومده که دید فرزندش رو در واقع ذبح می‌کنه، دوبارم راجع به پیامبره، یعنی در راجع به پیامبر ما دوبار در قرآن اومده. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، رؤیایی که
آیا برمیگرده به مسجد الحرام یا نه. یه رویای دیگه هم راجع به فتنه‌ای که تو جامعه افتاده. هر دو در واقع یک تصویری است از رویا که به ذهن پیامبر هست که چی میشه آخر عاقبت این جامعه. در برابر این دوباری که از رویا سخن گفته، 77 بار یا 78 بار در قرآن از وحی آمده. یعنی قرآن عالماً آمدن واژه وحی رو به کار برده، رویا رو در این دو مورد خاص. اما مسئله تعبیر در قرآن، تعبیر به معنای دیگه ای آمده. تعبیر همون عبرته. عابری سبیل یعنی کسی که داره عبور میکنه. عبرت یعنی نمونین تو این ظاهر، عبور بکنید. یک بار فقط در قرآن تعبیر خواب اومده، اونم از زبان فرعونه. قرآن بدون استثناء همه جا از تعبیل خواب سخن میگه، تعبیل نه تعبیر. تعبیل یعنی به حقیقت رسیدن، تحقق پیدا کردن. قیامت میگه باور ندارید، ولما یعتف تعبیله، وقتی تعبیلش آمد یعنی تحقق پیدا کرد. تو این داستان یوسف هم همش از تحقق صحبت میکنه. یوسف یه خوابی داده، دیده خورشید و ماه و 11 ستاره، خودش هم نمیدونه چیه. آخرش بعد از 30 سال وقتی اتفاق میفته میگه یا ابته هازا تعویل رؤیای من قبل، تحقق پیدا کرد. یعنی تعویل معناش در موارد مختلف قرآن یک اندیشه فکریست که حالا تحقق پیدا میکنه. دو تا زندانی وقتی خواب میبینن میگه تو آزاد میشی، تو را اعدام میکنن. وقتی که پادشاه خواب میبینه میگه 7 سال این خواب به اینجا میرسه، 7 سال بکارید، 7 سال قطعی میاد. یعنی یک پروسسی رو داره در واقع نهایتش رو میگه. در حالی که قرآن اگه به این معنا بگیریم جنبه معرفتی پیدا میکنه. یه آیه میخوایم بشناسیم، خب این تئوری میگه که این رو باید تعبیرش کرد. حالا تعبیر به اون معنا که عبوره، ولی حالا بگیریم تعبیر. این مسئله تعبیر نیست، مسئله معرفته. من عرض من این که قرآن اون جنبه معرفتش مطرحه، نه تعبیر تحقق یافتنش. بخشی از قسمتاش البته مربوط به آخرته که اون خب تعبیله. حالا این یه نکته فنیه، من خیلی وقت و خدمتتون نگیرم. یکی مسئله روایتگونه است که آقای دکتر اشاره فرمودن. خب خیلی آیات از شکل روایت داره، پیامبر منظره ای رو دیده داره روایت میکنه، ولی میتونه این کلام خدا هم باشه، یعنی جنبه اخباری داشته باشه، یعنی به پیامبر داره میگه، او هم در واقع منتقل میکنه. اما عنصر زمان که بعضیا به صورت ماضی آمده، زمان برای ما مطرحه. قرآن همه جا راجع به قیامت به عنوان ماضی صحبت میکنه، ولی اتفاق نیفتاده. همه جا میگه بهشتیا به جهنمیا اینو میگن، اینا به اونا اینو میگن. چون زمان بر خدا نمیگذره، یا حتی خلقت آدم، یا اینی که آدم به کلمات رسید، خدا چون فوق زمان. وقت من مثل این که من متوجه نبودم، سعی میکنم که بله پس به انتها برسونم. بسیار خوب، قسمت پس اسکیپ میکنم، یه نکته کوچیکی بزنه. بله ببینید، قرآن اینطوری مطرح میکنه، میگه انا انزلنا الیک. پس یه کسی هست که نازل میکنه کتاب. کتاب یعنی قوانین. این یک روایتی تنها نیست که پیامبر بخونه و بیاد برای دیگری بگه. کتاب اون جنبه های قانون، یعنی کتاب قانون خدا داره میگه. لناس، برای مردم، اونم بالحق. حق یعنی تحقق یافته، یعنی جدیه. یک روایتی که حالا بعد از 2000 سال بخوان تعبیر بکنن نیست. در جای دیگه میفرماد که تو حالا اگه آیه نیاری یه مدتی میگن چی شد، حالا جمع‌بندی نکرده، اینا رو جمع جور نکرده. ازلم تعتهم به آیتن قالو لولج تبعیتها، چرا سرهم بندی نکردی؟ پیامبر بهشون بگو قل انما اتبع ما یوها الی من ربی. انما یعنی این است و جز این نیست. پیامبر بگو من فقط دنبال اینم که به من چی وحی میشه. انما اتبع الا ما یوها الی، یعنی از یه جایی داره به من وحی میشه، من فقط پیرو اونم. و شبیه این زیاد هست. یا میگه انه لتنزیل رب العالمین. این تنزیل از جانب خدا نازل شده در حد درک و فهم تو. نزل بهی روح الامین علی قلبک،
در فرمایش های آقای دکتر هست که واسطه این چیز نیست، پیامبری است که حقایق دیده، نه مخاطبی وجود داره نه گویندهی وجود داره، یک انسان بزرگوار و بصیر و بینای حقایق رو دیده داره بر ما گزارش میکنه. حالا بخشی از ممکنه جنبه هایی که متشابهات قرآنه بشه این رو گفت، ولی قرآن میگه نزل بهی روح الامین، روح الامین بر قلب تو اینا رو القا کرده و این بارها به زبان مختلف هم علا قلب کرد. برای چی؟ لتکون من المنذرین، منذرین تا بری انذار بدی، مردم هشدار بدی، اونم به لسان عربی مبین. توضیح که آقای دکتر میفرمه اینه که به جای این گزاره که در قرآن الله گوینده است و محمد شنونده، اینک این گزاره می نشیند که در قرآن محمد ناظر است و راوی، هر دوش اونه، خطابی، مخاطبی، اخباری و مخبری و متکلمی و کلامی در کار نیست، بل همه نظارت و روایت است. چنان نیست که مخاطب آواهایی قرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده باشند و فرمان ابلاغ به آن داده باشند. قرآن بارها، یعنی سالاسی برابر من مطرحه، ده ها بار قرآن گفته بلغ ما انزل الیک، ابلاغ بکن اون چی که باید بری بگی. در واقع بالاخره یک سیستمی تعبیه شد. در روایت معمولی آدم خب یه روایتی میبینه که ممکنه که روایت رو درست بیان بکنه یا اشتباه کرده باشه، دوچار توهم شده باشه. سوال اینه که پیامبر یه روایتایی کرده که حالا ما به عنوان روایت باش برخورد میکنیم، یا نه اون چه که در واقع خدا به او نازل کرده به صورت تنزیل به هر شکلی یا روح الامین در درونش در واقع القا کرده، اینا سخن خداست، اینا خطا و اشتباه نیست، برای ما میتونه یک در واقع سند و مدرک باشه. بله، بسیار ممنون از یکایی که دوستان و از صدر گردانندگان و از فروتنی بی نظیر آقای مهندس بازرگان که در نهایت کاردانی و دانایی سخنان من رو اینجا مورد نقد و نظر قرار دادن، از ایشان واقعا سپاسگزارم، و همچنین دوستان دیگری که به نحو کتبی نوشتند و سوالات و ابزرویشن هاشون رو فرستادن. بدیهی است در فرصت محدودی که ما داریم من به همه سوالات نمیتونم پاسخ بدم، اما به آقای دکتر جوادیان عرض کردم که من اینها رو نگه میدارم و چون اون مقاله ششم باقی مونده، من انشالله با مطالعه اونها و با نظر به اونها اون مقاله ششم رو خواهم نوشت که متضمن توضیح و پاسخ پرسش های پاسخ نیافته این جلسه باشه. بسیار به کار من خواهد آمد و به من خواهد آموخت که گره های کار در کجاست، سوال ها و پرسش های اصلی و اساسی در کجاست، که به قدر مقدور بتوانم گره گشایی بکنم و رفع ابهام بکنم. اما چنان که خدمت آقای دکتر گفتم قبل از اینکه ایشون پاره از سوالات کتبی رو بخوانند، من یک نکته هایی رو راجع به فرمایشات آقای مهندس عبدالعلی اینجا عرض میکنم که امیدوارم روشنگر باشه، بعد به اون پرسش ها خواهیم پرداخت. ملاحظه کنید، خب مطابق بیان ایشون و تبیین ایشون، بله خب در قرآن این اشارت رفته و خوشبختانه ایشون هم آیات مربوطه رو خواندن که به هر حال پیامبران مشاهداتی داشتن، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، یا اینکه پیامبر در معراج به هر حال چیزهایی رو دیدن و ما کذا والفؤاد ما رأى، و حتی خب علاوه بر قرآن ما می‌دانیم در هر حال پیامبر علاوه بر اون چی که به نحو رسمی وحی خوانده می‌شود رؤیاهایی داشتن، مخصوصا قبل از بعثت که به اونها ارهاسات گفته می‌شود. روایتی از امام علی داریم که ایشون فرمودن که رؤیای پیامبران هم وحی است. به هر حال وحی صورت‌های مختلفی داشته و رؤیا رو وحی خواندن یا وحی رو رؤیا خواندن امر غریبی نیست، چیزی است که در تاریخ ادبیات دینی ما وجود دارد و بیگانه با این ادبیات نیست. اما برسیم به نکات دیگر. ایشان فرمودند که قرآن آسان شده است، یسرنا القرآن للذکر، و کتاب هدایت است برای عامه ناس آمده است، همگان باید استفاده کنند و بفهمند که سخن متینی است.
و بعد فرمودند که خب اگر منتظر مفسرانی بماند قرآن که 1400 سال بعد بیان و این قرآن رو معنی کنن، و خب اون 1400 سال تکلیف مردم چه می شود؟ قرآنی که قرار بود اونها رو هدایت کنه و پیام آسانش رو به اونها برساند، اشکال جدی و مهمی است. منتها من از ایشان سوال میکنم، خودشون فرمودن که آقای دکتر رستگار تازه امروز به معنی رجم شیاطین رسیدن، 1400 سال مفسران نمیدونستن یعنی چی و هر چه گفتن باطل بوده، علامه طباطبایی هم این رو نمیدانسته و فقط در پرتو پاره از اکتشافات علمی جدید ما معنای رجم شیاطین رو دریافتیم. خب اگر این طوره، پس میشه این اتفاق بیفته که ما در پاره از مسائل واقعا ولو 1400 سال معطل بمانیم؟ ممکنه پاره هایی هم معطل بمانیم تا بعد از 1400 سال دیگه، و این رو نباید یک امر غریبی دانست، علل خصوص که رجم شیاطین نه یک بار چند بار در قرآن آمده و گویا که مورد عنایت شارع و منزل قرآن بوده است. من میخوام عرض بکنم که اشکالی نداره اگه آدم چنین فکر بکنه که شاید در یک شیوه هایی ما خطا بکنیم و پس از خطا و امتحان و خطا و تجربه و خطا و ترایل اند ارر بالاخره راه بهتری رو پیدا بکنیم. نکته بعدی که ایشان فرمودند این بود که خب این مسائلی که در باب معاد در قرآن آمده که چنان که بنده هم عرض کردم از تعلیمات و ارکان تعلیمات پیامبر بوده و حجم عظیمی از آیات وحی رو در سالهای اولیه بعثت پیامبر فرا می گرفته، اینا چرا باید مجهول و مبهم باشه و حاجت به معطل ماندن؟ سوال بنده از ایشان این است که آیا کلمه صراط در مورد معاد، آیا کلمه میزان به همون معناست که در قرآن آمده؟ بسیاری از مفسرین گفتن که میزان که در قرآن آمده یعنی همین واقعا یه ترازوی دو تا کفه داره و اعمال مردم رو این طرف میذارن و اعمال خوبشون و بدشون رو و الوزن یومئذ الحق و توزین میکنند و هر کی کفه کارای نیکش سنگین تر بود و هر کی هم اون طرف. حالا اینجا یه شوخی هم بکنم، میگفتن که یک واعظی بالای منبر میگفتش که یزید مرد نیکوکار بود و از اموی ها بود و نیکی های او به قدری است که روز قیامت نیکی های یزید رو در یک کفه میگذارن و نیکی های تمام خلایق رو در یک کفه دید، بازم مال یزید سنگین تر. یه کسی از پای منبرش بلند شد گفت ما که جسارت نمی کنیم بگیم شما دروغ میگی، ولی حتما ترازوی خدای اشکالی داره. عرض می شود که حالا یه عده ای خب تصورشون این بود که واقعا میزانی وجود داره. مفسرینی که دست به تأویل بردن، یعنی این میزانی که در قرآن هست درسته که همین قیافه میزان رو داره، درسته که 1200 سال 300 سال اینو به همین ترازو به معنای متعارف کلمه معنی کردن، ولی اشتباه کردن. ترازو یعنی وسیله سنجش، نه اینکه حتما دو تا کفه داشته باشه. همین که شما از این عبور میکنید به او، این علامت اینه که شما دارید تأویل میکنید، علامت اینه که داری تعبیر میکنی، علامت اینه که راضی نیستید به شکلی که در قرآن اومده. بنده حرفم اینه اگر در مورد ترازو میشه اینو گفت، اگر که قدما اصحاب اطرافیان پیامبر همین به معنای ترازو میفهمیدن، اگر در باب صراط اینو میشه گفت، در مورد بس بسیاری چیزهای دیگر این رو میشه گفت. یعنی میشود گفتش که شاید ما این درک خیلی ساده‌ای که از مسئله داریم این چنین نباشه و شاید یک نیم کاسه زیر کاسه باشه، شاید یک حقیقتی پشت پرده باشه و شاید باید به درک عمیق‌تر از اینها دست برد. علی ای حال میخواستم عرض کنم که اینا امر غریبی نیست. اما میرسم به قسمت پایانی بیان ایشان، چون میخوام به سرعت از اینجا رد بشم. فرمایش ایشون رو من از پاره افراد دیگر هم شنیدم که در قرآن خداوند خطاب کرده به پیامبر که بگو، پیام کرده که بلغ، ابلاغ کن، بلغ ما انزل الیک و امثال اینها که همه دلالت یا اوحینا الیک، ما به تو وحی میکنیم، زیاد این تعبیرات همه اینا دلالت میکند بر اینکه یک کسی است، یک مبدعی است و او
پیامبر رو در تسخیر خود گرفته، مخاطب خود قرار داده و این پیام ها رو به عمومی میفرستد و به صراحت هم میگوید که ما میگوییم، ما به تو فرمان میدهیم که ابلاغ کن و غیره. من در پاسخ فرمایش ایشان و همچنین دوستان دیگری که قبلا هم چنین نکته ای رو به من گفتن، این رو عرض میکنم و قبلا هم عرض کردم که ببینید، باز اینطور تحت لفظی سراغ عبارات قرآنی رفتن، کتابی که ادبی است، کتابی که بلاغی است، کتابی که به لحاظ ادبیاتی بسیار فاخره، شاید درست نباشه. زبان همیشه جنبه خبری نداره، همیشه تحت لفظی معنا نمیشه. من همیشه برای دوستان اشعار شعرا رو میخونم، میگم وقتی که حافظ میگه ای سرو راستان خبر سرو ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، ما محرمان خلوت انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو. به کی میگه بگو؟ یه مثل بلق میمونه دیگه، مثل قل میمونه. به کی داره میگه؟ به هیچ کی. این یه جور حرف زدنه. ما نباید اینجا بگیم که حافظ یه کسی رو جلوی خودش نشونده، داره به اون میگه پشو برو اینو بگو. نه، هیچ کدوم اینا نیست. این یه جور حرف زدنه، یک تفنن در کلام. در واقع میخواد بگه که مطلب از این قرار است، اما خب اون دیگه شعر نمیشه. اون خیلی چیز فلت ساده. وقتی که شما زبان شاعرانه و بلاغی رو باز میکنید و بر اون سبیل سخن میگویید، اون وقت اصناف این کنایات و اشارات و فنون بلاغی رو باید به کار بگیرید. وقتی که میگیم که احوال ما محرمان خلوت و انسیم غم مخور، با یار آشنا سخن آشنا بگو، همه این حرفا معناش این است که من یک سخنی رو میخوام با شما در میان بذارم، اما در این قالب. ببینید، از قدیم این رو عموم ادیبان میگفتن در همه زبانها، که شما یه وقت یه حرفی رو میخواید به یکی بزنید، راست نمیگی، یعنی پوسکنده و مستقیم نمیگید، غیر مستقیم میگید. مثلا به صورت سوال میگید، میگید که مگه اینی که من میگم درست نیست؟ معنیش اینه که یعنی اینی که میگم درسته، اما این رو مستقیم نمیگید. اینو بهش میگن استفهام تقریری، استفهام انکاری. هزار از این جور چیزها ما داریم. گاهی خبر به صورت امر میاد، گاهی امر به صورت خبر میاد. ما یادمون میره که عین این نحوه از بیان در یک کتاب فوق العاده ادبی و بلیغ مثل قرآن هم جریان داره. نباید ما بگیم چون گفته بگو یعنی یک کسی گفته بگو. اینجوری نیست. وقتی که پیامبر سخن میگه، بعضی از حرفاشو اینجوری میذاره، میگه بگو، ابلاغ کن. به کسی نمیگه، خودش داره اینو میگه. یعنی این حرف ابلاغ کردنیست، یعنی این حرف گفتنیست. این آقای معمر قذافی، حاکم مقتول لیبی، یه وقتی گفته بود هرچی که قول توی قرآنه باید برداشته بشه، برای اینکه خدا یه وقتی پیغمبر گفته بگو، گفته برو اینا رو به مردم بگو. خب اونم اومد گفت دیگه، دوباره چرا ما بگیم بگو؟ وقتی میگه قل هو الله احد، خدا به پیغمبر گفته بود برو بگو که خدا یکیست. خب ایشون هم که اومد به ما گفت، دیگه ما دوباره بگیم بگو خدا یکیست؟ خب ما باید بگیم خدا یکیست. این آدم نمیفهمید. این قل معنیش این نیست که برو بگو. قل هو الله احد یعنی هو الله احد. همین، برای تأکید، برای تفنن در بیان شما قل رو میارید و بسیاری چیزهای دیگر رو. من از دوستان همیشه میگفتم وقتی سعدی میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، کی به سعدی میگه؟ سعدی اینجا ظاهرا مخاطبه دیگه. کی داره میگه سعدی یا ای سعدی؟ کسی نیست اونجا. در واقع سعدی داره میگه مرد نکونام نمیرد هرگز. شما میتون سعدی ها رو وردارید، اما وقتی که وردارین خیلی بیمزه میشه. برای اینکه شعر بشه، برای اینکه لطافت بیانی پیدا بکنه، برای اینکه وجوه بلاغی پیدا بکنه، میگه سعدی حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود در صد دعا و ورد قرآن غم مخور. حافظا کی داره به حافظ اینو میگه؟ هیچکی. خودش داره به خودش میگه. خودش هم به خودش نمیگه، حتی به لحاظ لفظی یک معنای رو اینجوری بیان میکنه. و اصناف بیانهای اینطوری هست. قرآن یک کتابی است به شدت ادبی. ما اگر این رو فراموش کنیم و گمان کنیم قرآن کتاب خبریه، اشتباه میکنیم. یعنی روزنامه‌ایه. حتی صاف یه چیزایی رو گفته و نوشته، ما باید بخونیم معنیشو بفهمیم.
اینجا اون بیان روزنامه، تو روزنامه حالا اینطوری نمیگن. همونطوری که عرض کردم شما در زبان عادی نمیگی ز این کوچه برو ز اون کوچه برو، ولی در شعر میگیم ز من مپرس که از دست او دلت خونن. ببینید اینا قصه هایی است که به نظر من باید در نظر بگیریم. مرحوم امین الخولی که یکی از اساتید دانشگاه قاهره بود و استاد مرحوم نصر ابوزید بود، ایشان تئوریش این بود که قرآن اولا و به ذات یک کتاب ادبی است، نه یک کتاب فلسفی، نه یک کتاب تاریخی، هیچ کدوم. اون چی که بر این کتاب غلبه دارد جنبه ادبیه، یعنی یک ادیب به معنای واقعی کلمه، حالا خدا هر کی رو میخواد بدونید، نشسته و با کمال بلاغت این کتاب رو پرداخته. خودش هم افتخار میکنه قرآن دیگه، میگه بالاخره مثل من رو نمیتونید بیاری، جن و انس جمع بشن نمیتونه، پس کجاشه؟ اگر این یه راست چینی بود و همطور عادی میشد بخونی بدون این تفننات بلاغی، قرآن قرآن نمیشد. به همین دلیل هم بود که بعضی هم میگفتن مثل شعر. خب مثل شعر هم بود، منتها خب خدا میگفت شاعر نیست، یعنی خیال پرداز نیست. باری من عمده مطالبی که میخواستم در خدمت ایشون و در توضیح نسبت به پاره از بیانهاشون عرض کنم همین. راجع به خوابها گفتن، این رو هم من اشاره کنم. اتفاقا یکی از خوابهای پیامبر که در مورد جنگ، خود قرآن میگه که ما تو خواب مسئله رو عوضی به پیغمبر نشون دادیم. و از یقللکم فی اعینهم، ماد به پیغمبر جمعیت لشکر مقابل رو کم نشون دادیم در حالی که بیشتر بود. پیغمبرم رفت به اونها گفتش که این دشمنان ما تعدادشون کمه، برای اینکه اینها روحیه بگیرن و در جنگ پیروز بشن. این یکی از نکاته و من این رو در نوشته های خودم آوردم که اتفاقا لزوماً اونچه که در خواب دیده میشه در بیداری نیست، حتی در خواب پیامبر. نکته دوم خواب حضرت ابراهیمه که خب ایشان دید که فرزندش رو قربانی میکنه. البته عموم مفسران همینجوری معنی کردن، ولی بد نیست ما یه قول دیگر هم در این باب بشنویم. و اون قول یکی از اکابر عرفای اسلام است به نام محی الدین عربی. ایشون میگوید که بله، ابراهیم در خواب دید که فرزندش رو قربانی میکنه، ولی خوابش رو درست تعبیر نکرد. فکر کرد آدم اگه خواب میبینه بچه‌شو داره میکشه، معناش همینه که بچه‌تو بکش. این دقیقاً همون است که خواب، اگر زبان خواب رو آدم بدانه این کارو نمیکنه. و محی الدین صریحاً در اونجا در کتاب فصوص الحکم میگوید که نه، تعبیر خواب یک علم دیگری لازم داره که اون رو ابراهیم نمیدانست و ابراهیم گمان کرد که هرچه در خواب میگن معناش همون است که در بیداری آدم میپنداره، و لذا دست بچه‌شو گرفت و برد و خواست که او رو قربانی کنه، که بعد حوادث دیگری پیش آمد و او رو از اون عمل باز داشتن. میخوام عرض بکنم که این چنین هم نبوده که همه اقوال در طول تاریخ تفسیر یکسان باشه. تفاوت ها بوده، نشیب و فراسا داشته، اختلاف آراء بوده و دیگه داوری با عزیزان است. عرض می شود که اشتباهشون این است، ما خواب رو خواب، البته میگم اینجا من کلمه خواب رو به کار میبرم برای اینکه اون مفهوم نسبتاً غریب رو مأنوس بکنم. مبادا با خوابهای آشفته، خوابهایی که کسی وقتی پرخوری میکنه میبینه، یا آدمی که بیمار خواب میبینه، با اینا اشتباه نکنید. کلمه خواب راهزنی نکند، رؤیای قدسی بنامیمش. من دائما این رو تکرار میکنم که گفتن خواب یا رؤیا فقط به خاطر این است که این پدیده نامعنوس قدری معنوس بشه. ببینید خواب که با واقعیت سازگاری ندارد، این تعبیر درستی نیست از سخنان بنده. من گفتم زبان خواب زبان بیداری نیست، نه اینکه خواب ضد واقعیت است، خلاف واقعیت است. گفتم برای اینکه معنای واقعیش رو بدانیم باید این خواب رو تعویل کنیم یا تعبیر کنیم یا خواب گذاری کنیم. اما خواب پیامبر واقع نماست، درست شبیه همون که حالا شما اصلا تئوری خواب رو بذارید کنار، وحی پیامبر چه جور چیزیست؟ ما میگیم وحیش واقع نماست دیگه، واقعیت رو بیان میکند. شما بگویید که خداوند در گوش پیامبر واقعیات رو خوانده است و ایشون با ما در میان میگذارد.
این در حقیقت بر میگردد به تئوری نبوت. کسی رو که شما نبی میدانید و به دلائلی قانع شده اید که او واسطه ایست بین حق و بندگانش، یا واجد یک توانایی های خارق العاده ایست برای کشف حقایق، در این صورت به اکتشافات او، به تجربه های معنوی و روحی او خب حرمت میگذارید و اونها رو صحیح میدانید. خواب هر کسی نیست، ادعای هر کسی نیست. کسی است که شما قبلا به پیامبری او ایمان آوردید و اعتقاد حاصل کردید. اگر نه، خب خواب یه انسان عادی باشه، البته آدم تردید میکنه، ممکنه خواب آشفته باشه، ولی خب خوابهای پیامبران مثل همونست که حافظ گفت سحر کرشمه چشمت به خواب میدیدم. زهی مراتب خوابی که بهز بیداریست، از اون خوابهاییست که بهتر از بیداریست و عالیتر و کاشفتر از بیداریست. حالا من خیلی وقتا برخورد کردم به بعضی ها که یه حرفایی ما میزنیم، میگن اینا که شما میگی به چه درد میخوره. ما بهش میگیم ای خواجه درد نیست، وگر نه طبیب هست. میگم تا درد چی باشه؟ آخه ببینید مسئله اینه، درد شما چیه؟ اگه درد مثلا ماشینتون پنچره، نه این به اون دردا نمیخوره. اگر نمیدونم دیابت دارید، این به اون دردا نمیخوره. خیلی درد آدم داره که اینا البته به اون دردا نمیخوره و واقعا هم به درد بعضیا نمیخوره، چون بعضیا همچی دردی ندارن، همچی دغدغه‌ای ندارن. اما اگر درد آدمی، مسئله آدمی فهمیدن وحی باشه، فهمیدن کلام خدا باشه، فهم قرآن باشه و گرفتن هدایت باشه و تصحیح خطاهای ذهنی و معرفتی باشه، و البته به درد میخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به همون دردی میخوره که تفسیر به اون درد میخوره. چرا ما تا حالا به دنبال تفسیر کتاب خدا می رفتیم؟ برای اینکه خب بفهمیم، معانیش رو دریابیم، اینها رو الگوی عمل بکنیم و زندگیمون رو و خصوصا معیشت اخرویمون رو تنظیم و تأمین بکنیم، رضای خدا رو به دست بیاریم و غیره. در حقیقت این تئوری چیزی نیست جز تئوری برای فهمیدن قرآن. حالا فهمیدن قرآن به هر دردی می خوره، اینم در همان مسیر است و در خدمت همان مقصود است. عرض می شود که اولا بخشایش که آمده ولی بسیار مجمل آمده، ولی من اتفاقا خوشنودم که این سوال مطرح میشه، برای اینکه این قصه معراج یکی از چیزهایی است که مؤید نظریه بند است. ببینید پیامبر اسلام معراج داشتن، البته قرآن بسیار این رو به اجمال برگزار کرده. همین در ابتدای سوره اسراء هست که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. منزه هست خداوندی که بنده خود رو شبانه سیر داد از مسجد اقصا به مسجد حرام، مسجد الحرامی که مبارک است، اطراف او، تا آیات خود رو به او بنمایاند، نشان بدهد. یکی اینه، یکی هم در سوره نجم دیگه و نجم اذا هوا و بعد آیات آغازین این سوره که ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى انها عندها جنة المأوى. بعد همون که ایشان هم اشاره کردن که ما کذب الفؤاد ما رآ، اونجا هم پیامبر جبرئیل رو دید. اگر معنی اون زوم رتن فستوا جبرئیل باشه، جبرئیل رو دید و خداوند آیات زیادی به او نشان داد و دل او اونچرا که دید تکذیب نکرد. ما کذب الفؤاد ما رعا افت و مارونه علا ما یرا. در قرآن همین مقدار آمده که یک سیری بوده. اما در ادبیات دینی ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، روایات و حکایات فراوان در اطراف این سفر آمده است که پارهش بسیار مقشوشه، روایاتی که البته تعارض و تناقض با یکدیگر هم دارن. من در یکی از نوشته‌هام کوشیدم جمع بندی بکنم و اون مقدار تقریبا متیقن اینها رو بیرون بیاورم. اجمالا پیامبر شبانه یک سیری داده می شود. در اینکه این سیر شبانه بوده حرفی نیست. روایاتی هم هست که اصلا پیامبر از جای خودش تکون نخورد، تمام این در خواب پیامبر بود. همه معراج، اینی که گفته می شود ایشان سوار بر مرکبی شد به نام دلدل،
و بله یا براق بله، هر دوتا گفتن و رفتن به معراج، به آسمانها، به آسمان اول، آسمان دوم. در هر آسمانی پیامبری به پیشواز و به استقبال پیامبر اسلام آمد. جبرئیل همه این جهات ایشان را همراهی کرد تا آسمان هفتم. بعد از آن دیگه جبرئیل هم باز ماند و نتوانست با پیامبر همگامی بکند و پیامبر به تنهایی رفت تا ساق عرش رسید و در اونجا اون چهار نهر بهشتی رو دید، از یکی از نهرها وضو گرفت و چه شد و چه شد و چه شد تا بعد به زمین برگشت. عده‌ای گفتن که این سفر در همین منظومه شمسی بوده، از جمله کسانی که این رو گفتن آقای مکارم شیرازی، آقای جعفر سبحانی اینها، و صریحا نوشتن تو مکتب اسلام. از قدیم بر سر این که معراج پیامبر جسمانی بوده یا روحانی نزاع بوده، حتی بعضی ها این رو تا حد ضرورت دینی هم آوردن که معراج جسمانی از جزو ضروریات دینه و انکارش موجب کفر خواهد بود. ولی از همون قدیم مثلا ابن سینا یه رساله ای داره، اینم رساله معراجیه، خیلی صریح در اونجا گفته نه، این یک سیر فکری بود، اصلا عیناً تعبیرش یک سیر فکری بود در پیغمبر اسلام، در افکارش این سیرها رو کرد. و مفسران دیگری هم کم و بیش بر همین سیر رفت، حتی مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر سوره نجم، باز من این رو نقل کردم، باز سخن سربسته گفته و پیداست که نمیخواد حرف دلش رو بزنه. علاوه بر این مطلب که بعضی ها این سفر رو روحانی دانستن و فکری و عقلی و شبیه یک رؤیا که واقعا پیغمبر دیده، خیلی از نکات در این رؤیا یا در این سفر هست که نمادین بودن او، سمبولیک بودن او رو خیلی خوب نشون میده. در همین سیری که گفتن پیامبر از مسجد اقصا به مسجد الحرام رفت، در اونجا از مسجد الحرام به مسجد اقصا رفت، در همون روایاتی که نقل شده میگه با جبرئیل که میرفتیم یه پیرزنی از گوشه جاده منو صدا زد. جبرئیل گفت برو محلش نذار. بعد یک پیرمردی از طرف راست جاده منو صدا زد. باز جبرئیل به من گفت اعتنا نکن بریم. رفتیم تا مسجد الاقصا یعنی بیت المقدس. در اونجا جبرئیل رفت و یک جام شراب برای من آورد و یک جام آب. گفت هر کدومشون میخوای انتخاب کن. من جام آب رو انتخاب کردم. بعد تمام پیامبران آمدن پشت سر من به نماز ایستادن. بعد من در اونجا از جبرئیل پرسیدم اینا کیا بودن دو طرف جاده منو صدا زدن. گفت اون پیرمرد شیطان بود، اون پیرزن دنیا بود و خیلی خوب شد که تو به اینها اعتنا نکردی و این جام شراب و آب رو که به تو دادم تو درست اختیار کردی، آب رو انتخاب کردی نه شراب رو. به نظر من بسیار روشن است که اینها سمبولیکه، اصلا عالم عالم خوابه، عالم بیداری نیست. تو جاده‌ای که پیغمبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا می‌رفته که این ورش یه پیرزن اون ورش پیرمرد، این چیزا نبوده که، همه از جنس چیزهایی است که انسان در رؤیا می‌بینه. و جبرئیل باز چنان که این روایت میگه این خوابا رو تعبیر کرد برای پیغمبر، گفت اون زن دنیا بود، اون مرد شیطان بود، اینها رو تو به طرف خود می‌خواندن، تو رو وسوسه می‌کردن و خوب شد که تو به وسوسه اینا گوش نکردی. بعد که باز گفتن پیامبر به آسمان رفت به هر معنایی که از اونجا، خب مناظری رو دید که اینا تمام تو روایات معراج اومده، عین اون چیزایی است که بعدها توی معاد در قرآن ظاهر شد. این مناظر رو پیامبر اونجا دید، عذابی که مثلا به رباخاران میکنن، عذابی که زانیان رو میکنن. زنی رو دیدم اینجوری، جبرئیل من گفت این زن بدکاره است. مردی رو دیدم که بلند میشد نمیتونست راه بره، میخورد زمین با شکم گنده، دوباره بلند میشد میخورد زمین. جبرئیل به من گفت این آدم رباخاریه که اینجوری شده. همه اینا نمادینه، یعنی در واقع اینجوری نبوده که در عرش و ملائک پیامبر اینا تو خواب دیده اینا رو، و این خواب رو جبرئیل براش معنا کرده. تمام معراج یک رؤیای قدسی نبوی است که برای ایشون رخ داده و برای همینم گفتن که اصلا زمان نگرفت. این یکی از چیزایی است که خیلی در باب معراج گفته میشد که رفت و آمد پیغمبر هیچ زمان نگرفت. خب واقعا هم همینطوره، زمان نمیگیره، ولی اون سفری که اونا
بیان کردن با سریع ترین موشک ها هم شما بریم بالاخره یه چند ماهی زمان میگیره. میخوام یعنی عرض کنم اتفاقا معراج پیامبر یکی از بهترین حجت هاست برای اینکه رؤیای نبوی چگونه رخ میده، مناظر چگونه دیده میشه و تأویل ها چگونه میشود. اینی که زنی رو ببینن که مثلا از گیسوان آویزان کرده اند، یا مردی رو ببینن که نمیتونه حرکت بکنه، عیناً مثل مناظری است که توی قرآن راجع به جهنم هست، راجع به بهشت هست، راجع به میگساری بهشتیان هست، راجع به بریان شدن پوست جهنمیان هست. همین چیزایی بود که تو معراج هم پیامبر دید. من اتفاقا روایات معراج رو عرض کردم، بسیارشون غیر قابل قبوله. یک مینیمومی از اونها میتونه یک شمایی به ما بدهد از اون چه که بر پیامبر گذشته است. گفتند که بیش از یک بار هم بوده و مایند یو همه پیامبران معراج داشتن، فقط پیامبر اسلام نبود. اتفاقا حتی در میان بعضی از کشیش‌های زرتشتی هم وجود داشته و شرح معراجشون در مواردی خیلی شبیه معراج پیامبره. همه اینا به ما میگه که عالم پیامبری چه جور عالمی است. این کشف‌های وحیانی که پیامبران میکنن و مناظری که با چشم باطنی میبینن چگونه مناظری است که بعد میان و تعبیر میکنن و به صورت روایت یا آیات قرآن در میاد. البته احادیث پیامبر تأویل ندارن، احادیث پیامبر خوابگزاری لازم ندارن، برای اینکه اونها در خواب دیده نشدن، یعنی در حالت کشف وحیانی نبودن. اون چه که به قرآن مربوطه اونها هست که حاجت به خوابگزاری دارن. گفت ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم، ور نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. عرض می شود که اشکالی نداره، حالا ما نکاتی که به نظرمون میرسه می نویسیم در این باب، اما اینکه شما فکر کنید که یک کار رو همش یه نفر باید بکنه، ما همیشه گفتم یک کسی میره دانه رو، یکی زمین رو میخره، یکی دانه رو میکاره، یکی آب میده، یکی درخت که بزرگ شد میوهش رو میچینه، یکی تو صندوق میچینه، یکی بار میزنه تو بازار میاره، یکی مغازه میزنه میفروشه، یکی میخره. حالا شما از اول تا آخرش رو انتظار داشته باشی یک کسی بکنه، خب جفاست. ولی هر چقدر که خداوند طاقتی بده و معرفتی، انشالله ما به قدر مقدور انجام خواهم داد و بقیهش هم به عهده دیگران سپرده خواهد شد. ببینید شما باز از تئوری رؤیا موقتا صرف نظر کنید. کلن چنان که من در نوشته‌های دیگرم هم آوردم، قرآن خیلی متأثر از شرایط زیستی پیامبر بوده است و این هم به سبب این است که به هر حال پیامبر انسانی بود که یکی از اعضای اون جامعه بود با فرهنگی که اون جامعه داشت. اولین تأثیری که پذیرفته از خود زبان عربی است. خب خیلی بدیهی است اگه پیامبر در آلمان مبعوث می شدن زبان کتابشون آلمانی می شد، یا اگر در یونان مبعوث می شدن زبان کتاب یونانی می شد. بعد هم فکر نکنید زبان یعنی الفاظ، زبان یعنی فرهنگ. ما وقتی که میگیم زبان قرآن عربی شده، یعنی فرهنگ عربی وارد این کتاب شده، تمثیلهاش، ضرب المثلهاش، جهانبینیش، هر چه که زبان عربی اصلا طاقت کشیدن بارش رو داشته با خودش آورد. زبان عربی محدودیتهایی داره، این محدودیتات به قرآن هم تحمیل شده. زبان یونانی در همون دورانی که پیامبر در حجاز بودن قدرت کشیدن بار مفاهیم فلسفی رو بهتر داشت، زبان عربی نداشت، برای اینکه زبان هر قوم مناسب با زیست اون قوم تنظیم و تعریف می شود. ببینید تو زبان عربی 125 تا کلمه راجع به شتر هست. چرا؟ برای اینکه این قوم خب زندگیشون با شتر مخلوط بود، هم شیر شتر می‌خوردن، هم گوشت شتر می‌خوردن، هم شتر
مرکب سواریشون بود، هم متاع بازرگانیشون بود، همه چی. خب این بدیهیه که برای این موجود این همه لغت در تمام حالات ممکنه، وقتی آبستن یه لغت داشت، وقتی آبستنه، وقتی روی پا نشسته، وقتی که ننشسته، وقتی که داره راه میره، وقتی که داره میدوه، برای هر کدوم یه لغت داشته. الان شما نگاه کنید این چیز صنعتی جدید، تمدن صنعتی، برای ماشین، برای اینا چقدر لغات مختلف وضع شده. حتی این لغات به چیزهای فکری ما هم اومده. میگه فلانی مهندس صفر کیلومتره، یعنی تا حالا کار نکرده، ناشیه. از اون نحوه زندگی ما این نقب زدیم به مفاهیم فکری و داریم استفاده میکنیم. در هر زبانی این اتفاق میفته، تو هر زبانی، تو عربی هم اتفاق افتاده. لذا عربی، زبان عربی محدودیت‌های خودش رو به وحی نبوی تحمیل کرده. این حرف رو شما حرف عجیبی نشمرید، هر زبان دیگری هم بود این کار رو میکرد، فرق نمیکنه. زبان فارسی هم بود. امروز شما شنیدید میگن زبان فارسی تا به تحمل کشیدن مفاهیم علمی ساینتیفیک رو نداره. چرا؟ چون زبان فارسی زبان شاعرانه است، پر بیرا هم نمیگن. یه زبانی است که پرورده شاعران است. قائم مقام فراهانی میگفت ما 600 سال به زبان سعدی داریم سخن میگیم. یعنی زبان فارسی رو سعدی درست کرد. سعدی کی بود؟ ساینتیست بود؟ نیوتن بود؟ نه دیگه، سعدی یه ادیب بود، یک شاعر خیلی بزرگوار بود و ما هم البته به دنبال او روان شده ایم. ممکنه حالا سالها بگذره تا زبان فارسی ظرفیت خودش رو گسترش بده و مفاهیم جدید رو هم جذب بکنه، ولی زبانها این خصوصیات رو دارن و به همین سبب هم هر کدوم محدودیت‌هایی دارن، ظرفیت‌های ویژه‌ای دارن. این که من میگم پیامبر عضو یک جامعه عربی بود و زبان عربی رو برای انتقال پیام خودش انتخاب کرد، زبان عربی، زبان یعنی خیلی چیزا، یه ظرفی که در او بسیاری از چیزها ریخته شده. نحوه زیست عربی هم همینطور، مثالهایی رو که میخواد بزنه خب از اون جامعه میزنه. از کجا بزنه؟ غیر از این نیست. وقتی که میخواد بگه که بهشت داریم، میگه در بهشت خیمه ها زدن، توی این خیمه ها زنان سیاه چشم نشستن. این موافق مزاق عرب هاست. من فکر میکنم اگر امروز پیامبر میخواست آیات قرآن راجع به بهشت بگه، من بعید میتونم فقط زنای سیاه چشم میگفت، زنای بله بلوند و عرض میشود که چشم آبی و اینا رو هم میگفت. اونا رو دیگه ما باید بخونیم، یعنی اون سیاه چشمشو میگه، بقیهشو دیگه من و شما باید بخونیم. اون ده رنگ هم اگه میگفت باز رنگ یازدهم باقی میمون. اینجوری نبود که، گفت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این رو ما نباید فراموش بکنیم که هر کتابی، هر تألیفی، خواه آسمانی خواه زمینی، این به رنگ محیط خودش در میاد. و وقتی که به رنگ محیط درآمد، کار مفسر، کار معبر اینه که این رنگ‌ها رو کنار بگذاره، اسیر این ظروف ویژه نشه. همون که من گفتم عرضیاتی است که در قرآنه، تا به اون مغز پیام برسه، تا به اون ذات و گوهر پیام نبوی برسه که در زیر این جامه‌ها پنهان شده است. مثل سبزی خوردن باید پاک کرد، یه قسمت‌هاش رو باید کنار گذاشت، یا مثل یه میوهی باید پوست کند. اون پوست حافظ میوه است، اما برای خوردن باید پوستش رو کنار گذاشت. یه پوسته هایی در قرآنه و یک هسته هایی، برای رسیدن به اون هسته ها این پوسته هایی که مربوط میشه به محیط، به زمانه، به فرهنگی که پیامبر در اون میزیست، اینا رو باید کنار گذاشت، البته آگاهانه، روشمندانه، نه هوسناکانه، تا انسان به مغز برسه. در اونجاست که اون وقت شما خواهید دید که این مغزی که در زیر این پوسته ها پنهان شده است همیشه تر و تازه است. و به تعبیر مولانا گفت که به هر حال خداوند غیور است و نکته های ناب رو از نامحرمان پوشیده می دارد، مگر اینکه کسانی جد و جهد و اهتمام بکنند و آمادگی زحمت کشیدن رو داشته باشند تا به اون عنصر ناب و لب پیام برسن. نه تنها منشأ و منشأ همه چیز خداوند است.
اصلا این حرف که وحی اختصاصا مربوط به خداوند چیزای دیگه نه، این خب سخن توحیدی نیست. ما به لحاظ این که موحدیم و همه کاره عالم رو خداوند میدانیم، نه فقط وحی رو، همه چیز رو از آن خداوند میدانیم. من اگر اینجا برای شما توضیح بدهم یا یک ساینتیستی برای شما توضیح بدهد که آفتاب چگونه میتابد، باران چگونه میبارد، بعد شما از او بپرسید که منشأ باران رو خدا میدانید، منشأ آفتاب رو خدا میدانید، خب اگر اون ساینتیست موحد باشه میگه البته که خدا میدانم، ولی منافاتی نداره با این که بگم که شرایطی باید جمع بشه تا بارون بیاد، شرایطی باید جمع بشه تا نور خورشید به ما برسه. به قول مولانا، آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر بیشتابد جمله سوخت. اگر این خورشید قدری به ما نزدیکتر بود اصلا دنیایی نمیموند. شرط بقای این عالم همینه که ما در این فاصله از خورشید زندگی بکنیم. بذار این فاصله نقشی بازی میکنه. شما نباید بگی اگه این فاصله نقشی بازی میکنه پس خدا کجاست، پس خدا چه نقشی بازی میکنه. اینها به نظر من قدری نادرست فهمیدن صورت مسئله است. همه جا و در همه چیز خداوند حضور داره و اون هم حضور مستقیم داره، نه حضور غیر مستقیم، در دل پیامبر، در ذهن او، در مغز او، در یکایک رفتارهای او. خداوند فاعلی است که در فعل خودش دائما ریزش و حضور داره. پیامبر فکر که می کرده اونجا خدا فکرش رو هدایت می کرده، سخن که می گفته او هدایت می کرده. بنابراین اینا همه در واقع زیر نظارت خداوندی است. اگر ما می گیم که پیامبر مدخلیتی در وحی داشته، نباید گمان کرد که پیامبر رقیب خداونده. نه، اگه او کاره ایست پس خدا چی کار است؟ اگر خدا کاره ایست پس پیامبر چه کار است؟ نه، اینا در طول یک دیگرن و پیامبر به تعبیر درست حکیمانش پر از خداست، پر از خداست. و قصه اون هم قصه مولاناست. یه با ذکر مولانا ختم کنیم این بحث رو. میگه یک معشوقی از عاشقش پرسید که تو خودت رو بیشتر دوست داری یا منو؟ سوال مشکلی بود ازش کرد. میدونی اون عاشق خیلی زیرک چی جواب داد؟ گفت من از تو چنان جاری شدم که پرم از تو ز ساران تا قدم. گفت من چنان از تو پرم که خودم رو دوست داشته باشم تو رو دوست دارم، تو رو دوست داشتم چون من خودمم از تو پرم. توجه میکنید؟ همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. بعد از این گر دوست دارد خیش را، اون صفات خور بود هان ای فتا. ببینید وقتی که پیامبر پر از خدا می شود، که این تعبیر دقیقی است بلا هیچ گونه مجازگویی و استعاره، در واقع وقتی حرف می زنه داره خدا حرف می زنه. وقتی چیزی میگه و می نویسه داره خدا میگه. شما هر جوری می خواد بگید خدا گفت یا بگید پیغمبر گفت، اینا هیچ منافات با هم دیگه ندارن. وقتی کسی پر است از خداوند دیگه چه فرقی میکنه که فعل رو به چه کسی نسبت بدهید؟ این چنین است که این دو قول برهم میفته، همونطور که این عالم پر از خداوند است. لذا وقتی که خدا میگه ما بادها رو ما میفرستیم، باران رو ما میفرستیم، مگه اینا نیست؟ جنین رو در رحم ما صورتگری میکنیم، یعنی این جهان پر از خداست. لذا اونجا که داره این کارا میشه، خدا داره این کارا رو میکنه. اونی که خدا رو جدا از طبیعت یا جدا از پیامبران میپنداره و اون سوال رو بکنه. ای اولیاء حق را از حق جدا شمرده، گر ظن نیک داری بر اولیاء چه باشد؟ مولانا میگه اینا رو انقدر تو جدای از هم فکر میکنی، میگه یه وقتا خدا سر میزنه به اینا بعد میذاره میره، یا یه وقتی سر میزنه به طبیعت بعد میذاره میره. اینا دید توحیدی نیست، اینا خداشناسی دقیق و عمیق نیست. خدا همیشه در این طبیعت حاضره، نه مجازن، واقعا اینطوره. خدا همیشه در نزد پیام و اینها اولیاء خدا، یعنی کسانی که پرند از خدا. و همین دلیل هم هست که عارفان ما میگفتن هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیاء. میخوای پیش خدا بشینی، برو پیش اولیاء خدا. خدا همونجاست، اون ولی خدا پر از خداوند است. با او که حرف بزنی با خدا حرف زدی، صدای او رو بشنوی صدای خدا رو شنیدی و الی آخر. این چنین یگانگی باید برقرار کرد بین خدا و خلقش.
اصلاً ابتعادی، دوری، تجزیه‌ای در اینجا تصور نباید کرد. این بینش‌های غیر توحیدی است. متافیزیک وصال رو باید به جای متافیزیک فراق نشاند. و السلام علیکم و رحمت الله.